درود میفرستم خدمت تمام عزیزان حاضر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز در کانون دفاع از حقوق بشر در قالب نمایندگی منطقه شمال آلمان گرد هم آمدیم با فراخوانی ویژه با موضوع حق اعتراض. همونطور که همگیمون میدونیم امروز و این روزها بیشتر از 40 روز هست که تمامی کشور ما و مردم عزیز کشورمون اعتراضاشون رو دارن به هر نوعی و اتحاد و همبستگی و پشت هم بودنشون رو به تمام دنیا دارن نشون میدن که تا اون لحظه تاریخی رو بتونن رقم بزنن و نظام جمهوری رو به پایین بکشن. خب ما امروز همونطور که گفتم با موضوع حق اعتراض با زیر مجموعه اهمیت اتحاد در انقلاب زنان میتونم این نوید رو به شما بدم که امروز ما یک مهمون ویژه داریم، سرکار خانم پروین ملک. خانم ملک بفرمایید، مایک در اختیار شماست. سلام به شما عزیزان، تشکر میکنم که منو تو این برنامه دعوت کردی. با وجود که یک کمی گلو درد و اینها دارم، امیدوارم که زیاد به مشکلی برنخوریم. همونطوری که گفتین، موضوع امروز اهمیت همبستگی یا اتحاد انقلاب زنان است. ما میدونیم که تو این انقلاب واقعا زنها بودن که پیش قدم بودن و این زنها واسه اولین بار نبود، این یک جرقه‌ای بود که با مرگ مهسا شروع شد. این جرقه ای بود زیر یک باروت خاکستر که این جرقه زد. عملا از زمانی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید، وقتی که اون قوانین ولایت فقیه و قوانین ضد زن رو در ایران تثبیت کرد، اون از اون موقع جنبش های انقلابی شروع شد و زنها روی صحنه اومدن و زنها هیچ وقت به این قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی بله نگفتن. از تظاهرات روز اسفند 58 بگیرید تا زمانی که روپوش ها رو تنگ کردن، روپوش ها رو کوتاه کردن، وسایل آرایش کردن و بعد وقتی که دیدن که وارد اداره ها میشن مجبور میشن آرایششون رو پاک کنن، رفتن آرایش تتو کردن. اما فرق این جریان انقلاب با گذشته ها اینه که تونسته همه رو با خودش همراه کنه. اهمیت موضوع همینه، تونسته مردها رو با خودش همراه کنه. وقتی که توی انقلاب، توی اون خیزش رو یا جنبش تظاهرات بزرگ اسفند سال 58 تو شهرهای بزرگ نزدیک 2000-3000 نفر زنها اومدن، ولی تک تک مردها همراهشون بودن و این عملا توی تظاهرات برلین خودشو نشون داد. تظاهرات برلین به نظر من دومین دیوار جدایی ها شکسته شد. اشخاص مختلف با دید و نظرهای مختلف با پرچمهای خودشون بالای 120 هزار نفر اومدن و جمع شدن. بعد این زنها هستن که این انقلاب زنانه رو پیش بردن، زنها هستن که همیشه خواهان صلح هستن، زنها هستن که همیشه صبورن، همیشه تحمل میکنن، همیشه صدای مخالف رو میشنون و الان هم اگر دقت کنین این زنها هستن که به عنوان متحد کردن قومها دارن پیش میرن. تو قومهای کردستان، ایرانی های عرب زبان، ایرانی های ترک زبان، ایرانی های بلوچ زبان و میدونیم که این زنهای این قوم ها چندین از به صورت مضاعف مورد تبعیض قرار میگیرن. اولا مورد تبعیض قرار میگیرن که چون زنن، مورد تبعیض قرار میگیرن چون با یه زبان دیگه غیر از فارسی صحبت میکنن، مورد تبعیض قرار میگیرن چون درگیر این سنت ها و سنت و ناموس و مسائل مذهبی هستن. بعد
من فکر میکنم که اینها هویت ریژه‌ای دارن، زنهای قومهای مثل بلوچ، مثل قومهای مختلف توی ایران از تبعیض‌های زیادی رنج می‌برند. اینها باید بتونن که به زبان مادری صحبت کنن، اینها میتونن که فرهنگشون رو شکوفایی کنن. آینده ایران بدون دموکراسی و بدون سکولاریسم، بدون در نظر گرفتن حقوق خلق‌ها هیچ وقت موفق نمیشه و ما باید این تبعیض‌ها رو در مقابل این تبعیض‌ها سکوت نکنیم، صحبت بکنیم و بخوایم که حقوق بشر در مورد تمام انسان‌ها عملی بشه. و من نمیدونم که چقدر وقت دارم و اگر بشه من همینجا متوقف میشم تا اینکه بتونیم دوستان اگر سوالی دارن، صحبتی هست، بشونیم که این صحبت ها رو ادامه بدیم. خانم رضاوند بفرمایید، مایک در اختیار شماست، لطفا. خیلی ممنون از شما سرکار خانم ملک، کاملا حق با شماست. اجحافی که در حق زنان شد، اینکه ما الان اتحاد زنان هست و اونها شروع کننده این در واقع جنبش بودند رو همه بهش واقف هستیم، اما به این معنی نیست که ما در واقع فقط فمینیست هستیم و چون خودمون زن هستیم در طب با زنان صحبت میکنیم. اجحاف در کل جامعه صورت گرفته ولی در طب با زنان بیشتر، به خصوص قسمت هایی که شما اسم بردید، بلوچ یا قوم هایی هستن که به صورت ویژه بهشون اجحاف خیلی بیشتری شده. من دیروز هم یه جلسه‌ای که داشتم این سوال رو مطرح کردم، واقعا برام چون جالبه دوست دارم نظرات مختلف رو بشنوم. با وجودی که زنان ما تمام قوانینی که تصویب شد براشون هدفش این بود که زنان ما به حاشیه برن، تمام اینها بود که بیشتر وارد جامعه نشن، اگر نمی ترسیدن حاضر بودن حق رأی رو هم از زنان بگیرن، اگر یه مقدار بیشتر هم شاید میگذشت این کار رو میکردن، بیشتر خانم‌ها رو به پستوها برمیگردوندن به خانه. دیروز من یه کلیپی دیدم، خانمی روی موتور سوار بود، این آقای ملایی اومده بود جلوشون رو گرفته بود و میگفت این زشت پشت موتور پشت شوهرش نشسته، باید بیاد پای من، نمیذارم برم. این به چه حقی پشت موتور پشت شوهرش نشسته و داره سوار موتور شده و من اجازه نمیدم؟ یعنی تا این اندازه پیش رفتن. علت این که حالا این خانم های ما، بچه های دهه 80 های ما، یعنی میبینید بیشتر دخترها رو داریم میبینیم، این که اینقدر شجاعانه میرن جلو، چی شد؟ چی شد یک دفعه اینقدر شروع کردن به این اعتراض کردن و جلودار شدن؟ یعنی عموی من همیشه میگه ما زنامون از مردامون شجاعترن، چون هرچی گفت این لچک رو بکشید اینجا، اینا بردنش عقبتر، ولی تا به ما گفتن کراوات نزنید همه گفتیم چشم، تا گفتیم بلوز تو شلوار رو نذارید بندازید روی شلوار ما گفتیم چشم، آستین کوتاه نپوشید ما گفتیم چشم، ولی خانمای ما گوش نکردن. این شجاعت زنان ما از کجا میاد که اینقدر جسورانه رفتن جلو؟ آیا بهشون فشار اومد؟ این جواب رو من دوست دارم از شما هم بشنوم. ممنون. خواهش میکنم. ببینید من بهتون یه مثالی میزنم، وقتی که آب و بیزارید روی گاز و زیرش رو روشن میکنید، کم 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 هی گرم میشه گرم میشه، تو یک لحظه میجوشه. و عملا جریان توی این انقلاب زنانه تو ایران این اتفاق افتاد، یعنی اینکه از همون اول جمهوری اسلامی اینها مقاومت کردن، اینها نخواستن که زیر این قیود قوانین شهروندی حکومت اسلامی برن. همیشه همونطوری که شما گفتی روسری ها رو عقب بردن، روپوش ها رو تنگ کردن، نخواستن، به خاطر اینکه ایران یک کشور بزرگه، ایران یک کشوریست که از لحاظ فرهنگی قویه و ایران کشوریه که مردمانش با مطالعه میدونن از حقوق خودشون آگاهن. و یک مسئله دیگه مسئله رسانه هاست، مسئله اینترنت، و اینها دیدن که زنها و مردها یا دختران و پسران در
دنیاهای دیگه، در کشورهای دیگه به چه صورتی زندگی میکنن و این تجربه رو قبلا بچه ها و خانواده های ما نداشتن، چون بچه ها از زمانی که توی رحم مادر هستن بین دختر و پسر جداست، دختر و پسر رو با هم از همون موقع جدا میکنن. توی مدارس اینها با هم، حالا من نمیدونم که شما در از چه زمانی توی کشورهای خارج اومدین، اگر دقت کنید از همون کودکستان و از اون مهد کودک بگیرید تا بالا دختر و پسر با هم سر کلاسن. اونجا اصلا مسئله زن و دختر و پسر و اینها و این جدایی ها اصلا مطرح نیست. اگر یک قوانینی بیاد تو این مدارس خارج از ایران که دخترها باید حجاب درست بپوشن، پسرها اعتراض میکنن، همه اعتراض میکنن و ما متاسفانه برای سالیان دراز این زنها و مردها همدیگر رو نشناختن و نمیدونستن که با هم چجوری کار کنن. ولی الان دوران اینترنت، دوران شبکه های مختلف مجازی یه مقدار این جوانهای ما رو با دنیای خارج از اون دنیایی که الان 43 سال جمهوری اسلامی سعی کرده توی مغز و فکر این ایرانی ها بچه ها بکنه، موفق نشده، به خاطر که اینها میدونن که یک انسان هست، اینها میدونن که چه چیزی حقه و چه چیزی حق نیست. امیدوارم که به سوال شما پاسخ داده باشم. جسارت خانم فرا، اجازه دارم من دو نکته رو مطرح کنم؟ بفرمایید خانم رضا بندر. من دو نکته از پاسخ شما گرفتم. یک اینکه زنان ما زنان آگاهی بودند، در واقع این در واقع حقی رو ازشون گرفته، حقی رو که داشتن ازشون گرفته شده بود و همین دلیل فرق میکنن شاید با زنان کشورهای مثل سوریه، شاید کشورهای دیگه، چون اونها هم شاید محدودیت ها رو دارن. ولی یکی این دلیل، دومین دلیل آگاهیه، یعنی من به این نتیجه رسیدم از صحبت شما. دومین دلیل که آگاهیه که از طریق رسانه ها به دستشون رسید که حق و حقوقشون رو بیشتر آشنا شدن. و سوم دلیل هم شاید بگم که این فشارهایی که اومده من ناگهان تصمیم گرفتن که این کار رو بکنن. درست عرض کردم خدمتتون؟ دقیقاً. بله، خیلی ممنون از شما. مرسی. بله. مرسی خانم فرای. من راهی میکنم. لطفا دوستان همکاری کنن، اگر زحمتی نیست سوالی موردی هست بفرمایید. اگه اجازه بدین تا قبل از اینکه سوالی نیست من یه موردی دیگه ای رو بگم. مورد این که الان یه سری تبلیغ میکنن که اگر انقلابی بشه، اگر بعضی چیز بشه، مسئله جدایی کردستان، جدایی خوزستان، اینها رو عنوان میکنن و مردم رو از این جدایی ها میترسونن. مردم ایران، مردم کردستان خودشون ایرانی میدونن. اینها سیاست های امپریالیست و سیاست انگلستانه که 600 سال داره این کارو میکنه، میخواد کشورها رو تیکه تیکه بکنه، کشورها رو جدا بکنه که بتونه راحت‌تر روشون دست پیدا کنه. همینطور که اگر دیدیم که توی دوران محمد رضا شاه بحرین رو گرفتن، تو دوره ناصرالدین شاه بخشی از هرات رو گرفتن، الان نگاه کنی کشوری مثل افغانستان به کجا کشیده شده. کشور افغانستان اگر جدا نمی‌شد و هنوز هم جزء ایران بود، که خودشون رو جزء، اصلا خودشون رو ایرانی میدونن و اینها خودشون رو افغانستانی نمیدونن، چون همونطوری که اگر میدونید افغان یه بخش کوچیکی در خراسان بود که آوردن اینها رو و اینها اصلا خودشون رو افغانستانی نمیدونن، اینها خودشون رو ایرانی میدونن. در هر صورت ببینین فرهنگ ما و حتی فرهنگ و دانش کردهای ایران رو اگر با دانش کردهای جدا شده در عراق نگاه کنید، میبینید که مردم کرد ایرانی خیلی از لحاظ فرهنگ و علم و شعور خیلی جداتر، خیلی جلوتر از این کشورهای جدا شده هستن. این مسئله خیلی اهمیت داره. هیچ وقت کردهای ایرانی، هیچ وقت عرب زبانهای ایرانی نخواستن خودشون رو جدا کنن. اینها همه ترس‌هاییست که، شعارهاییست که امپریالیست ها، سرمایه دارها و سیاست های انگلستانه که به
مردم رو میترسونه. و نمونه مرگ مهسا رو ما دیدیم، برلین و تظاهرات برلین رو دیدیم. بله ببخشید، بفرمایید. جناب آقای مازیار بفرمایید، مایک در اختیار شما. ما که اختیار شما جناب مازیار. دوستان لطفا مایک آقای مازیار رو باز کنید، ممنون میشم. سلام عرض ادب دارم خدمت دوستان عزیز. ممنونم، ببخشید من مایکم باز نمیشد به خاطر همین وقفه ایجاد شد. یه نکته که خدمت خانم ملک عزیز از من صحبتاشون که فرمودن با این گوشش خورده حالا زاویه دارم. ما شاید بهتره بگیم عرب زبان نداریم. الان خود خوزستان اون عده افرادی که عرب هستن بر این باورن که واقعا عرب هستن و حتی وقتی از بیرون هم کسی بهشون میگه عرب زبان یا ترک زبان، ترک ها به همین صورت. حتی برخی از دوستانی که ترک هستن وقتی بهشون میگید آذری، اینا بهشون بر میخوره، چون ما آذری نیستیم، ما ترکیم. بنابراین من از این بابت خیلی حالا خواستم یه نکته رو بگم. این دیدگاه من و تجربه‌ای که داشتم با خود دوستانی که بعضا خب خیلی جلساتی باشون داشتیم، این یک نکته. نکته بعد این که من با یک مشکل بزرگی در این جنبش الان یا اعتراض یا انقلاب هر چیزی که اسمشو میذارم مواجه شدم، اینکه همه به دنبال حقوق زنان هستن، هیچ کس به دنبال حقوق انسان نیست. یعنی از همین الان داریم یک تجزیه تو خودمون داریم ایجاد میکنیم و زنان و مردان رو داریم از همه از هم جدا میکنیم. من این منو خیلی نگران میکنه و اینکه هنوز من نشیدم هیچ کدوم از خانوم ها بیان بگن که ما به دنبال حقوق انسان ها هستیم. این یعنی خودشون از الان دارن متمایز میکنن. یا آقایون همینطورا، نه اینکه حالا فقط خانم ها، آقایون هم همین مشکل رو داریم باشون که الان همشون میگن ما به دنبال احقاق حقوق زنان هستیم. هیچ کس به دنبال حقوق انسانی نیست. ما وقتی میگیم حقوق زنان یعنی داریم یک بخشی از جامعه رو در نظر میگیریم. وقتی میگیم حقوق مردان یعنی یک بخش دیگری از جامعه رو داریم چیز میکنیم. ولی وقتی به دنبال حقوق انسان باشیم مشخصا یعنی کل جامعه. ممنون میشم از این بابتم دیدگاه خودتون رو بگید و من میشم صحبت شما رو. مرسی که این وقت در اختیار من قرار دادید. خواهش میکنم. شما سوالتون دو مرحله بوده. بذارید من براتون قبل از اینکه مسئله عرب زبان ندارید اینها، بذارید در این ارتباط باهاتون اول جواب بدم سوال کنم. ببینید خود من الان نزدیک سالیان ساله که در امریکا هستم، بچه های من در امریکا بزرگ شدن و نوه های من در امریکا بزرگ شدن. اگر بیاد امریکا فردا بیاد بگه که ما ایرانی ها رو تبعید میکنیم باید برگردن مملکتشون، خب ما ولنشیم بیایم بریم مثلا توی یه نقطه مثلا بگم گیلان برفرض، ما بریم اونجا باشیم، خب بچه های ما به چه زبانی صحبت میکنن؟ به زبان انگلیسی. نبه ها به زبان انگلیسی. و این وقتی که تولید مثل میکنن در سالیان سال زبان میشه انگلیسی، ولی اصل کجاییه؟ اصل ایرانیه. و در ارتباط با از این که میگم عرب زبان ها دقیقا همینه. تو سالهای مختلف وقتی که اسلام تو 1400 سال پیش اسلام به ایران هجوم آورد و مجبور کرد که ایرانی ها به اسلام بپیوندن، اگر بدونین، اگر حتما هم اینو میدونین که اینها تا 200 سال اجازه نداشتن حتی فارسی حرف بزنن و خیلی ها به خاطر مذهبی که قبول کردن به خاطر اسلام به اینا میگفتن رفتن مجاور، میخوان مجاور حسین باشن، میخوان مجاور امام علی باشن مثلا. اینها رفتن توی عراق زندگی کردن و اینها رو
چندین بار از عراق اینها رو تبعید کردن و اینها اومدن توی طرفهای خوزستان و اینها. خود خوزستان نزدیک 5 میلیون جمعیت داره که از این 5 میلیون نفر فقط حدود 10,000 نفرشون به زبان عربی صحبت میکنن، بقیهشون زبانشون فارسیه. اینها ایرانی هایی هستن که یک سریشم اگر در خاطر بعضی از کسایی که توی همسنای ما باشن از صدام حسین اینها رو فرستاد. خب اینها به مرور تولید مصر کردن، فرزند آوردن اینها، بعد اینها عملا خودشون رو ایرانی میدونن. البته بگذاریم که یک گروهی هستن به اسم گروه الاهوازی. این الاهوازی یک سیاست عربستان سعودی با انگلستانه که اینها رو اومدن یک سری شیخ های عربستان و با چند تا تعداد خیلی کمی از ایرانی های عرب زبانی که به نظر من به خاطر پول، به خاطر ثروت، به خاطر هیچ چیزی با اینها همراه شدن، اینها دارن تلاش میکنن که اصلا یه بخشی از خراسان و خوزستان و اینها رو از ایران جدا کنن، که خب فکر میکنن که میتونن با گرفتن نفت ثروتمند بشن. ولی نه، من منظورم اینه که میدونم منظورتون این بود که اینها عرب زبان نیست، عملا عرب هستن. خب منم میتونم بگم که بچه های من عملا امریکایی هستن، ولی اینها یک وابستگی خاصی به ایران دارن. اینها خواهان بیشتر منظورم این بود که اینها خواهان جدایی از ایران نیستن. در مورد حقوق زنان سوالی که هستش، حقوق انسان ها از حقوق زنان میذاره. ما هیچ وقت زنها به حقوقشون نرسیده بودن. ما هیچ وقت مشکل به اون صورت حقوق مردان رو نداشتیم. ما الان میبینیم که با یک جریان دیگه‌ای تازگی آشنا شدیم که ما ازش خبر نداشتیم، LGBTQ بود. ما حدود 50-60 سال پیش اصلا نمی‌دونستیم که یک انسان‌هایی هستن که جزء LGBTQ هستن. الان خیلی از کشورها اصلا جنس رو، انسان‌ها رو سه جنس می‌دونن، مرد و زن و دیگران. دیگه اصلا، و ایران یکی از نادرترین کشورهایی است که هنوز هم فکر میکنه زن و مرد هستند. ما در جمهوری اسلامی بیشتر حقوقهای زن بوده که پایمال شده، و وقتی که حقوقهای زنها به حقوقاشون برسن، عملا همون شعار زن، زندگی، آزادی، همه به آزادی میرسن، همه به یک زندگی نرمال انسانی میرسن. و الان مسئله مهم حقوق زن هاست که داره پایمال میشه. از کودک همسری بگیرید، از حق حضانت بگیرید. فقط مسئله حجاب نیست، حق سفر بگیرید. خانم پزشک، دکتره، برای اینکه بخواد بره مسافرت باید شوهرش اجازه بده. خب اینها همه شرم آوره، و الان ما توی مرحله‌ای هستیم که باید برای حقوق زنان تلاش کنیم. و زمانی که با حقوق زنان تلاش کردیم و حقوق زنان تصویب شد، اون وقته که میشه به حقوق انسان ها رسید. امیدوارم سوالتون رو جواب داده باشم. سپاسگزارم خانم ملک. خانم رضاوند بفرمایید، مایک در اختیار شماست. پکنم مایکتون بسته است. لطفاً دوستان مایکو برای خانم رضاوند باز کنند. خیلی ممنون از شما. ممنون شم دوستان دقت کنه در ارتباط با مایک. مرسی. من در ارتباط با آقای پرویزی میخواستم عرض کنم. آقای پرویزی، الان اتفاقاً اتحاد کلامی که وجود داره بین مردم این که فقط حق زن نیست، بعدها حق چیزی که در ارتباط با زنان هست. الان بیشتر مشکلاتی که ما الان داریم، میگن دیگه ما
دادخواهی نداریم، اگه فقط حق زنه، فقط حق حضانت میخوایم، فقط حجابه، فقط نمیدونم مشکلاتی که زنان داره، حق سفر داره، مواردی که سرکار خانم ملک فرمودن، اون موقع دادخواهی میشه. الان دیگه دادخواهی نیست، الان دیگه میگن حذف نظام، حذف این سیستم. در واقع الان انقلابه. انقلاب یعنی چی؟ یعنی مشکل با تمام سیاست ها. مشکل اقتصادی داریم، دموکراسی نداریم، اعدام نمیخوایم، تمام اینا رو شامل میشه. بنابراین این خوردریزه هایی که صحبت میشه تک تک رو داره میاری، ولی الان دیگه مجموع اتحاد برمیدن شعارهایی که میگن دیگه مسئله کل هدف کل نظامه. این دیگه یعنی انقلاب. انقلاب هم به این معنی نیست فقط زن، یعنی کودک، یعنی دانشجو. دانشگاه تبدیل شده بازداشتگاه، از این دیگه بی‌معنی تر نداریم. یعنی زن، یعنی دختر بچه هایی که تو مدرسه کتک میخورن. به چه حقی؟ کدوم دنیا، کجای دنیا شما دیدی پدر مادر حق نداره یه سیلی تو گوش بچهش بزنه، اما دولت میره تو مدرسه بدون اجازه بچه پدر و مادر بچه رو کتک میزن و به راحتی دروغ میگه. یعنی کلیه اقوام ملت هایی که تو ایرانن، یعنی کرد، یعنی کولبر، یعنی تمام ادیانی که حق نفس کشیدن ندارن. پس بنابراین الان صحبت از زن نیست، منتها چون الان اونها پیشتازن و چون خیلی دادخواهی در ارتباط با اونها زیاد بوده الان یه خورده، ولی وقتی تمام جمع مرد و زن، کودک و کوچک، بزرگ، پیر و جوان، کسانی که اعدام شدن، همه رفتن جلو، یعنی همه اینها، بنابراین صحبت از حقوق زن نیست. و مطمئن باشید خود خانوم ها همین رو قبول ندارن، یعنی همه چی رو میخوان. اقتصاد الان زنها هیچ چیزی وجود نداره، مرد اصلا بیکار بیداد داره میکنه. این در ارتباط با زنان نیست، در ارتباط با آقایون هم هست. مردی که باید این همه آدم کار بکنه تا بتونه، هنوز نمیتونه بار مسئولیت خونه رو به دوش بکشه. این در ارتباط با همه است. اینی که خیلی بعضیا سعی میکنن تفرقه ها رو بندازن از خود سیستم، نفوذیاش اونها، بیایم وارد اجازه ندیم که به حاشیه بکشونن. به نظرم الان کل سیستم دیگه مسئله دادخواهی اینا که قبلا بود، شاید الان به این سیستم تبدیل شده، کلن تمام مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، محیط زیستی، تمام اینها رو شامل میشه، نه فقط زن. ممنونم. بله دقیقا درست میگی. همون که صحبت اول که کردم، وقتی که با اومدن حکومت اسلامی، وقتی که حقوق شهروندی و از اونجا مهم مسئله ولایت فقیه پیش اومد، عملا انقلاب و انقلاب و جنبش انقلابی شروع شد. ولی تو طول زمان یه مقدار فکر میکردن که با میتونن که این حکومت اصلاح پذیره، میتونن که با یه مقدار فشار به یک سری کارها اینو وادار کنن، ولی بعدها به این نتیجه رسیدن. حتی در مورد در دوران قبل از دوران این انتخابات رئیسی، مردم به این نتیجه رسیدن که این حکومت اصلاح پذیر نیست و باید کل نظام تغییر کنه. طبعا. اما خواهان تغییر کل نظام هستیم. خانم کرمی بفرمایید، مایک در اختیار شماست. صدای منو دارین؟ بله. با عرض سلام خدمت همه دوستان. در مورد بحثی که اول صحبت کردن در مورد تجزیه طلبی و اینکه میخوان یه جورایی کردا و بلوچا و ترکا بگن میخوان که تجزیه طلبی کنن و به این طریق میخوان مردم رو بترسونن، دقیقا منم با این موضوع موافقم. اینا میخوان با یه صورت فرافکنی، ایجاد یه صورت فرافکنی بین مردم، حواس همه مردم رو از اصل موضوع پرت کنن و یه جوری ترس و رعب و وحشت ایجاد کنن که بخوان حالا خاموش کنن مردم. از هر حربه استفاده میکنن برای گرفتن جلوی مردم که حالا به هر حال اعتصابات کم بشه و صداها خاموش بشه. یه مطلب دیگه هم که میگن چرا حقوق زنان رو در نظر دارین، چرا فقط زنان رو در نظر میگیرین، دقیقاً بازم به همون فرافکنی برمیگردیم. اینا اومدیم، ما اومدیم از همون حربه دولت بر علیه خودش داریم استفاده میکنیم. دولت اومد چیکار کرد؟ اومد دست گذاشت رو نقطه حساس جامعه، قلب جامعه، روی زن و گفت زن باید حجاب داشته باشه، زن باید اینطوری باشه، زن باید اونطوری باشه و فشار و اکثریت فشار رو آورد روی قشر زن، نصف جامعه. وقتی نصف جامعه رو سرکوب کنه به واسطه گشت ارشاد، به واسطه هزار تا به هر حال
محدودیت ها و فشار ها و سختگیری هایی که برای قشر زن میکردن، این باعث میشد که حواس مردم با گشت ارشاد، با اینکه حالا یه سری کلماتی مثل ناموس و غیرت و اینا بین مردم به وجود بیارن و از این طریق اهداف خودشون برسن، این فرافکنی رو ایجاد کنن و مردم رو درگیر کنن، قلب جامعه، قلب خانواده رو جریحه دار کنن و اینطوری باعث بشن که یه سرخوردگی تو کل جامعه به واسطه سرخوردگی که روی حساس ترین عضو جامعه ایجاد میکنن اهداف خودشون رو پیش ببرن. و به خاطر همینم هم هست که الان ما داریم همون عکس العمل رو در مقابل خودشون انجام میدیم و به واسطه زن شروع کردیم. زن یه بهانه است برای اینکه ما انواع و اقسام فسادها، انواع و اقسام اشتباهاتی که تو این نظام هست که قابل اصلاح هم نیست و فقط با سرنگونیش ما میتونیم به یه جامعه خوب برسیم و داریم مد نظر قرار میدیم و این یه فرافکنیه که اونا کردن و ما بر علیه خودشون داریم انجام میدیم و این اصلا این نیست که ما فقط میگیم زن فردا مرد رو در نظر نمیگیریم، اصلا همچی چیزی نیست. ما اومدیم زنو همونطور که بیشتر از همه تحت فشار قرار بوده، الان به عنوان یه سمبول، یه نمونه که بیشترین اجهاف در حقش شده رو نشون میدیم و به واسطه اون میخوایم بقیه اتفاقاتی که توی جامعه افتاده، فسادهایی که انجام میشه، همه رو به مرور زمان درست کنیم. ممنون که مایکو در اختیارم گذاشتیم. خانم ملک اجازه میفرمایید یکی از دوستان دیگه هم سوال بفرمایید یا اول برای اینکه ایشون سوال نکردن و نظر دادن و من با نظر ایشون موافقم. خواهش میکنم. سپاس گزارم. جناب آقای شایگان بفرمایید، مایک در اختیار شماست. دوستان لطفا مایک. ممنونم. بله. درود و وقت بخیر خدمت همه همکاران عزیز، سرکار خانم ملک عزیز. من متاسفانه 20 دقیقه اول جلسه رو نبودم. اگر در این موردی که من میخوام صحبت کنم شما صحبت کردید، من واقعا معذرت میخوام که تکرار مکررات میشه. در مورد موضوع جلسه که اهمیت اتحاد هست، ببینید من خودم به شخصه، حالا شما این دوست عزیزمونم راجع به موضوع تجزیه و اینا صحبت کردن، شما خودتونم صحبت کردین، من خودم به شخصه همیشه قبل از این ماجرا همیشه نگران این بودم، چون اینو این حس رو به ما القا کرده بود جمهوری اسلامی که کرد با ترک، ترک با فارس، فارس با عرب، عرب با نمیدونم بلوچ، بلوچ با این اون، همه با هم درگیری و به قول معروف به نوعی دشمنی دارن. اما با شروع این جنبش ما دیدیم بسیار بسیار زیبا تهران از کردستان، رشت از کردستان، آذربایجان از کردستان، بلوچستان، به همین ترتیب همه همدیگر رو ساپورت کردن، همدیگر رو حمایت کردن و خیلی زیبا بود که یک اتحاد و همبستگی بسیار بسیار خوبی شکل گرفته. همینطور که دانشجوها اضافه شدن، کارگران اعتصاب کردن، دانش آموزا و غیره و زالک، همه اخشار جامعه تو این به قول خودمون انقلاب دخیل هستن، یک همبستگی خیلی خوبی رو ایجاد کرده، یعنی یک اتحاد. اما متاسفانه داریم میبینیم که افرادی که بیرون از ایران هستن و به اسم اپوزیسیون یا هر نوع اسم دیگه‌ای که روشون میگذاریم دارن به سمت انحراف میکشونن. حالا من نمیدونم این انحراف عمدیه یا طبق همون چیزی که خیلی از ما ایرانی ها دوست داریم، من قبلا اینو گفتم که خیلی از ما ایرانی ها دوست داریم مهم باشیم تا اینکه مفید باشیم، باز بر پایه همین اصله که دوست دارن مهم باشن تا اینکه بخوان یه کار مفیدی انجام بدن. یعنی همین تظاهرات 22 اکتبر رو شما در نظر بگیرید، چه اتفاقاتی بعدش داره رقم میخوره، چقدر انشقاق ایجاد شده. یعنی من خودم شخصا به این نتیجه رسیدم اگر افرادی که خارج از ایران هستن اصلا هیچ کاری نکنن، اصلا واقعا هیچ کاری نکنن، بچه های داخلی رو به خوبی دارن پیش میبرن جریانو، ما به جای اینکه بیایم حمایت کنیم افرادی که صاحب تریبون هستن، بیان حمایت کنن، بیان گفتگو کنن با سران ممالک دیگه و از بچه های داخل ایران حمایت کنن، دارن به بیراهه میکشونن. این اتحاد رو داره به نظر من به هم میزنه. امیدوارم که به جایی برسه که حداقل هممون همدل باشیم،
چه مایی که بیرون از ایران هستیم، چه اون بچه هایی که داخل ایران دارن با جونشون جلوی گلوله ایستادن و میخوان این رژیم فاشیستی رو تغییر بدن. ممنونم، من فقط خواستم نظرم بگم. تشکر میکنم، مرسی. واقعا اگر دقت کرده باشید به شعارها، میگفتن که کردستان چشم و چراغ ایران. در مورد کردستان و ترکمن و بلوچستان و اینها اگر دقت کرده باشید، توی تمام این سالها همیشه حکومت دولت بود که با اینها دعوا میکرد. ما هیچ وقت ندیدیم که مثلا فارسا و کردها با هم دعوا کنن یا بیان بین کردستان و بلوچستان جنگ باشه. نه، همیشه این دولت بود که اینها رو سرکوب میکرد، چون اینها نمیخواستن زیر فشار یک حکومت استبدادی برن. و میدونید که تو سنندج اول اوائل انقلاب، چون اصلا نذاشتن سر اون جمهوری اسلامی آریانه تو سنندج اصلا نذاشتن اون صندوق رای حتی وارد شهر بشه و اینها رای ندادن، اصلا تو رای گیری شرکت نکردن و حکومت اسلامی هم اینها رو قمع کرد و داشت یک سری آدم های زیادی رو کشت. ولی ببینید، یه ده هستن صداشون خیلی بلنده ولی تعدادشون خیلی کمه. ما این اتحاد رو تو 120 هزار نفری که تو برلین اومدن با پرچمهای خودشون و چقدر بعد از برنامه تعریف کردن و خود پلیس آلمان گفتش که ما هیچ گونه، یعنی خیلی کم مشکل و مسئله داشتیم، حتی یک آشغال روی زمین نبود و واقعا نشون دادن فرهنگ ایرانی رو. و اینجا همیشه جمهوری اسلامی در عرض این 42 سال سعی میکرد که دولت و ملت رو یک دور نشون بده، به چشم جهانیان میگه دولت و ملت یکی هستن، ولی عملا این نشون داد که نه، ما ملت ایران با دولت حکومت اسلامی خیلی فرق میکنه. آره، من ببینید، یه بخش ایرانی ها هستن که میدونم الان شروع کردن به آقای حامد اسماعیلیون اعتراض کردن. اینها همیشه یه بخشی از ایرانی ها هستن ولی اینها تعدادشون خیلی کمه. من یادمه وقتی که خانم شیرین عبادی جایزه صلح و نوبل رو گرفت، همه دیگه شروع کردن کوبیدن ایشون. خب ایشون یه آدم سیاسی نبود، من از خط فکری خانم شیرین عبادی و خط فکری هاشون موافق نیستم، با هاشون زاویه دارم، اما حالا پارتیه ده، گفتم پارتی بازی بود. هر چی که بود، اسم ایران و یک زنو که جایزه صلح نوبل رو گرفت توی جهان آورد. و واقعا اینجور انتقادا خودزنیه و این اشتباهه. و الانم آقای حامد اسماعیلیون نه ادعای رهبری کرده، یک آقای کسیست که زخم خورده و فرزند و همسرش رو از دست داده و به خاطر همدلی و همدردی و تونسته مردم و اینها رو توی برلین جمع کنه. توی سان فرانسیسکو یه چیزی بالای 30-40 هزار نفر اومده بودن، توی لس آنجلس هم همینطور. واقعا نباید این چیزها ما رو ناامید کنه و به نظر من توی اعضاب احزاب خارج از کشور داره یک سری کارهای مثبتی هم انجام میشه، دارن با هم دیگه صحبت میکنن، دارن به یک صورتی با هم دیگه سوی یک برنامه های خاصی دارن با هم دیگه حول یک برنامه خاصی دارن با هم همکاری و همبستگی نشون میدن. سپاس از توضیحاتتون خانم ملک عزیز. دوستان لطفا همکاری کنید، اگر نقطه نظری، سوالی، چیزی هست بفرمایید. سینا، جناب آقای سینا که اشتباه نکنم، بفرمایید، مایک در اختیار شماست. عرض ادب خانم فرعی عزیز، من سیمین هستم. ببخشید خانم سیمین، بفرمایید.
خواهش میکنم. ضمن تشکر از شما و مهمان عزیز، من نکته‌ای که به ذهنم اومد رو اینجا بخوام بگم، در نقد یک سری همین غرغرها و صحبت‌هایی هستش که الان در واقع به وجود اومده. همیشه این نکات منفی یک جنبش رو این غرغرها برجسته میکنن. بعضیا میخوان بگن که عدم، یا اصلا میخوان به جهت اینکه عدم حمایت یا بی عملیشون رو توجیه کنن تو جنبش ها. این خود همین نوع غرغرها یک نوع کنش هست. طبیعتا جنبش ها نیاز به نقد، مراقبت و ارتقا دارن. مثلا وقتی ما میایم افراد رو همینجوری تو خیابون بدون دادگاه های بدوی میان به هر حال هر کاری که از دست خودشون برمیاد انجام میدن، یا مثلا خیلی از این اتحادی رو که ما میایم تو تجمع برلین ازش میبینیم، حاشیه هایی که پیرامون این مسائل به وجود میاد، این که میان بعضی از نکات رو بولد میکنن، خود این مسئله در واقع یک نکنش اجتماعی است. ببینید از دل این جنبش یه عالم ایده های زیبا رخ داده. زن، زندگی، آزادی، همزیستی محجبه ها با بیهجاب ها، برداشتن دیوارهای کاذب تفکیک های جنسیتی که وجود داشته، همدلی همراهی که ما از زاهدان تا سنندج و تهران شاهد بودیم، حمایت آذربایجانی ها از کردستان. به عبارتی به نظر من رویت پذیری یک امر ملی رو ما تو این جنبش دیدیم که یک واقعیت وجودی مستقلی رو از رسانه ها داره دنبال میکنه و بر قدرت ابتکار شهروندی خود مردم استوار هست. یه شعارهای مترقیانی که خیلی از در واقع معترضین ما دارن علیه رژیم میدن، در واقع دفاع از حقوق شهروندی خودشون هست. اینکه حالا چجوری میخوان رویای این بازسازی استبدادی رو که همیشه تو تاریخ ما ریشه داشته رو به باد بدن، توی در واقع این جنبشی که در نفی اون دیکتاتوری راه افتاده، خودش به هر حال یه داستان مجزاست. حالا یه عده‌ای میان این همه زیبایی رو که تو این جنبش وجود داره سعی میکنن که اونو به حاشیه بکشونن و دنبال مسائلی باشن که اصلا به متن ماجرا ربطی نداره، چون اساسا اونا اعتقادی ندارن یا اصلا روحیه و ذهنشون با بدبینی بزرگ شده. جنبش ها به هر حال میگم نیاز به ارتقا دارن، نیاز به نقد دارن، اما شرط اولش این هستش که به خود اون جنبش اعتقاد داشته باشی و پای کارش باشی. غرغر تا بخوایم داریم. تاریخ دموکراسی ما رو غرغرها، نه همین دست های متحد در واقع شکل میدن، یعنی همین دست ها، همین همدلی ها، همین صداهای متحد هست که تاریخ ما رو رقم میزنن. حتی همین مسئله رو ما تو همون انقلاب 57، تو نسل 57 که اکثریت جامعه رو اون جوان ها بودن، هم اینجوری دیدیم. حداقل اگرچه اونجا رد پای دول خارجی خیلی خیلی بیشتر بود، اینجا یک اتحاد و یک همدلی که داره از بطن جامعه میاد بیرون و ما شاهد هست. ممنون از شما. سپاسگزارم. بقیه دوستان، جانم خواهش میکنم. ببینید در تایید صحبت های شما، این دوست عزیزی که الان صحبت کرد، در تایید صحبت شما یک سری هم واقعا غر میزنن که آره، این جنبش هایی که توی ایران الان داره اتفاق میفته، اعتراضات و اعتصابات و اینها، به هیچ جا نمیرسه چون رهبر نداره. واقعا الان اصلا احتیاج به رهبر نیست. چه رهبری؟ دارن مردم دارن این اعتراضات رو میبرن، دارن میرن جلو، و زمانی که این اعتراضات و راه افتادن توی خیابان ها از به اعتصاب ها برسه، حتما رهبراشون هم تو همون اعتصاب ها رهبرها پیدا میشه. در مورد دانشگاه مشکله، چون دانشگاه خیلی پراکنده است و تعداد بالاست، ولی وقتی که شرکت های دولتی و شرکت هایی مثل شرکت نفت اینها برن اعتصاب، حتما رهبرهای خودشون هم پیدا میکنن اونجا، و این رهبرها هستن که اعتصاب ها رو میچرخونن. و ما واقعا احتیاج به راهنما و رهبر بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی داریم. ما نیاز داریم که افرادهایی که شاخص هستن، افرادهایی که علمش رو دارن، بیان و مجلس مؤسسان تشکیل بدن، قانون بنویسن و انتخابات آزاد بذارن که صدای تمام
ملت ایران باشه، تمام قوم‌های ایران باشه، این که بتونن نماینده LGBTQ اینجا باشه، نماینده بلوچ باشه، نماینده کردستان باشه و زنان باشن که بشه صدای همه رو به صورت مساوی تو اونجا شنید و از حقوق تمام مردم ایران جدا از حلقهای مختلف با همه بتونن که صدای اونها شنیده بشه و حقوق اونها حفظ شده. سپاسگزارم خانم ملک. خانم سیمین بفرمایید، مایک در اختیار شماست. متشکرم. من یه چیز نکته دیگه ای که حالا یه دفعه باز به ذهنم اومد، یه بار کروبی گفته بود که ماشینی که ما سوار شدیم فوشش رو این طلبه های پیاده دارن میخورن. این واقعا خب اگه بیایم اینو همین بحث غرغرها منظورم بود که خودش یک نوع کنش هست. حالا ببینید ما یه سری توییت هایی رو میبینیم نوشتن که چرا دانشجوها به سخنگوی دولت و دانشگاه خواجه نصیر مثلا میگن برو گم شو. اینا در واقع واقعا یه نوع سانتیمانتالیسم هستش که داره شکل میگیره. آخه چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم به نماینده دولتی که امثال مسها و نیکاها و بچهای کوچیک رو دارن میکشن بیان چی بگن، چه جوری انکارشون بکنن؟ خیلی از اینها هم با جنبش اساسا همدل نیستن. از همون روزای اولم عموما مثلا میان میگن که خب نه دو روزه جمع میشه، یه هفته جمع میشه، اما دارن به نظر من دارن تو خفا هرس میخورن که چرا این جنبش تا الان ادامه پیدا کرده و یه چشم انداز خاموش براش وجود نداره. در واقع میگم مهمترین چیزی رو که ما باید در قبال این نوع غرغرها که در واقع بازتابهای منفی و کنشهای منفی جامعه ما هست در نظر بگیریم این هستش که اون همدلی و اون اتحادی رو که وجود داره انرژیمون رو معطوف به اون مسئله بکنیم و اون رو پیش ببریم بدون اینکه بخوایم به حاشیه و به مسائل دیگه بپردازیم. مرسی از شما. سپاسگزارم خانم سمی. دقیقاً درست میگید. بله خواهش میکنم. دقیقاً درست میگید. برای اینکه اینها 43 سال به مردم دروغ گفتن. میگن که بیان گفتگو کنیم. خب این اعتراضات خشونت پرهیز بوده، اینها آروم داشتن اعتراضشون رو میکردن، اینا رو دستگیر کردید بردین تو زندان، یه عده‌شون هم اصلا معلوم نیست چی شدن و شما دارید میگید که بیاین الان گفتگو بکنیم. به نظر من خوب کردن که گفتن که بهش برو گم شو و باورش نکردن، کار درستی کردن. خانم فریده بفرمایید، مایک در اختیار شماست. صدای منو دارین؟ بله صداتون هست. بله در ادامه بحث دوستمون میخواستم بگم که گفتن دقیقا ما نیاز به رهبر داریم. من اینجا میخوام یکم این موضوع برای ما روشن بشه. ما دو جور رهبر نیاز داریم. الان ما توی انقلابیم، توی براندازی حکومت جمهوری اسلامی هستیم. در حال حاضر ما نیاز به رهبران انقلابی داریم. کسایی داریم نیاز داریم که این اعتراضات رو تبدیل به یه انقلاب بزرگ کنن که بتونیم باهاش جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. این رهبرا میتونه یه ورزشکار باشه مثل علی کریمی، مثل علی دایی، میتونن کسایی باشن که شاید از سیاست چیزی هم ندونن ولی خب به هر حال یه کلیتی رو در جریانن. ولی اون رهبر سیاسی که مد نظر ما هست و در واقع یه شخص واحد نیست، یه تیمه که ما در نظر داریم و دیگه نمیخوایم یه نفر رو بزرگ کنیم به عنوان یه رهبر سیاسی اون بالا بشونیم و که تمرکز و قدرتی براش بذاریم که هر کاری که دلش خواست بکنه، حالا به هر حال هر کسی هر شخصیتی یه سری عقده‌های و سرخوردگی‌های و خشمای فروورده یا یه سری چیزای هر انسانی داره. قطعا ما نمیخوایم یه نفر رو به عنوان یه سمبل اون بالا بشونیم و بگیم آقا شما خامنه‌ای دوم و بیا رهبری جمهوری رهبری این دموکراسی جدید ما رو به عهده بگیر، دوباره میشه همون آش و همون کاسته. به نظر من هم چیزی اصلا درست نیست. ما یه رهبر انقلابی، رهبرای انقلابی زیادی الان برای این جنبش، برای این اعتراضات میخوایم تا بتونیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. اون رهبر سیاسی که قراره
بعدش بیاد زمام امور رو در دست بگیرن، یه تیم باشن، یه تیمی که رهبری سیاسی رو انجام میدن، اون چیزی نیست که الان میخواد این مسیر رو پیش ببره، این موجی که الان درست شده رو پیش ببره. و ما اجازه نخواهیم داد و نباید بدیم به کسایی که بیان سوار این موج بشن و به نفع خودشون یه چیزایی رو انجام بدن و یه سری شهرتایی رو به دست بگیرن و بدون داشتن علم و بدون داشتن تجربه و بدون داشتن و به هر حال یه سری مشکلات، نمیگم مشکل، حالا یه سری کمبودهایی که از لحاظ تحصیلی و شخصیتی ممکنه داشته باشن، زمام امور رو به صورت تنهایی به عهده بگیرن. اصلا همچین چیزی به نظر من درست نیست. ممنون. سپاسگزارم از شما. خانم ملک اجازه میفرمایید چند تا از دوستان سوال دارن، سوالاشون رو بفرمایید بعد شما پاسخ بدید. بله، میخوایم پاسخ خیلی کوتاهی در ارتباط با صحبت ایشون بدم بعد بفرمایید سوالهای دیگر رو چیز کنیم. ببینید عملا الان وقت انقلاب، جنبش انقلابی الان فعلا در خیابانه. درسته که یک سری کارگرها هم اعتصاب کردن ولی اینها کارگرهای پیمانکار هستن، خیلی فرق میکنه با اون کارگرها. و به نظر من الان این جنبش های خیابانی رهبرهای خودشون رو دارن. شما رهبری، آقای حامد اسماعیلیون رهبره، همه کسایی که الان تو این اتاق هستیم رهبریم، چون همش داریم صحبت میکنیم، سخن میگیم و داریم رهنمود میدیم. و وقتی که یک گروه میان توی ایران توی یک گوشه خیابانی که پاسدار کمه، یهو اعتراض میکنن، روسری آتیش میزنن، رو دیوار شعار میزنن و بلافاصله پخش میشن و فرار میکنن، اونو میرهن، اینها یه ارگانیزیشنه که اینها رو راهنمایی میکنه. ما این رهبرها رو داریم، همه ما رهبریم. ولی زمانی که این تونستیم که جمهوری اسلامی رو پایین بکشیم و این جمهوری اسلامی یا این که به این و تونستیم که به اعتصابهای سراسری دست بزنیم، الان وظیفه ما اینه که تشویق کردن به اعتصابهای سراسری. البته اعتصابهای سراسری انجام به اون صورت خیلی مشکله، مگر اینکه ما بتونیم پولی جمع کنیم، بتونیم، به خاطری که وقتی کار نکنن پول ندارن، باید بتونیم که به یه صورت اینطوری کمک کنیم. و اون موقع است که اون تیمی که شما صحبت کردید به صورت مجلس مؤسسان باید تشکیل بشه و اون موقع است که ما اونجا دموکراسی، سکولاریسم و بعد جمهوری رو برقرار میکنیم. بفرمایید. سپاسگزارم از شما بانوی عزیز. جناب آرشادی جان بفرمایید، مایک در اختیار شماست. درود مجدد علاوه کنم خانم رضاوند پیش از من دستشون بلند کردن. خانم رضاوند من معذرت میخوام. خواهش میکنم خانم ملک عزیز، در مورد همین موضوع جلسه که اهمیت اتحاد هستش، من یک سوال دارم. ببینید الان ما داریم میبینیم که خب دانشجوها تو دانشگاه دارن الحق و بالانصاف خوب اعتراضات رو پیش میبرن، دانش آموزا در مدارس همینطور و جوانان در خیابان ها، بعضی از ارگان ها هم هستن، بعضی از کارخونه ها و اینا هم هستن که کارگرشون اعتصابات میکنن. خب در این بین مثلا دانش آموزان چرا پدر مادرشون حمایت نمی کنن؟ یعنی در واقع این اتحادی که باید شکل بگیره چرا شکل نمیگیره که پدر مادر با دانش آموز همراه بشه؟ یا اون استاد دانشگاه، حالا بعضیاشون هستن ولی بعضیاشون نیستن، با دانشجو همراه نمیشه؟ یا کارمندان مثلا شرکت پتروشیمی آبادان، من فکر کنم اگر اشتباه نکنم، یا عسلویه اعتصاب کرده، کارگرانش اعتصاب کردن، اما کارمندان اعتصاب رو همراهی نمی کنن. این اتحاده چرا شکل نمی گیره؟ ممنون میشم پاسخ بدید. خانم مالک عزیز عذرخواهی میکنم، اجازه میفرمایید خانم رضاوندم سوالشون رو بپرسن و خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما، متشکرم. خانم رضاوند بفرمایید، مایک در اختیار شماست. مرسی از شما. البته مشکلی هم نبود، من فقط یه نظر کوتاهی داشتم. یکی در ارتباط با اون سخنگوی دولت،
عرض کنم که من تا باخر آخر گوش کردم و ایشون پاسخش رو دادن. تعجب میکنم کسانی که اومدن گفتن چرا دانشجو اجازه نداره صحبت کنه، ایشون گفتن مسئولان ما بهترینن در دنیا در جهان، صحبتش رو کرد. و به محض اینکه خبر شنیدن که خانم مهسای عزیز مردن، آقای رئیسی جلسه‌ش رو ترک کرد اومد و بهتر پیگیری هم شد و بهترینن در دنیا. دیگه بهتر از این چی می‌خواستیم که جواب داد دیگه؟ منتظر چی بشن؟ چه گفتگی دیگه بکنن؟ ایشون اومده بود همین رو بگه، ساکت چی؟ ما بهترین کار رو انجام دادیم. بنابراین زیاد وارد این حواشی کسانی که میگن چرا دانشجو این کارو نکردن نشیم، و چون صحبت غیر از این نداشتن. و من یه پاسخ دارم به کسانی که میگن که ما رهبرمان تو اون جلسه برلین هم برای ما بودیم تو اون برنامه دعوت، کسی اونجا بود که گفت همین آقای حامد اسماعیلیون، ما نیاز به رهبر نداریم، ملت این اتحادی که هست کافیه، من الان با همین بچه های کانون بگیم بچه های فراخوان بدین، همین مثلا فرض کن هانوفر رو برلین شروع کنیم، برین جمع بشیم، همه جمع میشیم و همه جا هم اطلاع داده میشه و خودمون میتونیم به اون رهبریت رو انجام بدیم و نیاز نداریم کسی بیاد. همش پیرو نباشیم، ببخشید من این اصطلاحو به کار میبرم، من معذرت میخوام. بعضی میخوام میگم کلیپی دیدم خیلی قشنگ گفت، همیشه یه گوسفندی نباشیم، یه چوپان بیاد ما رو هدایت بکنه. هر کدوم از ما یک رهبریم. یه برنامه بود که گفتش که الان میراثدار این حکومت خانم نور هست، شاهزاده نوه در واقع پهلوی. من گفتم که پرسیدم چرا، گفت چرا که نه، حقشونه. گفتم چه حقی، چه کسی این حقو بهشون داده؟ چرا شما نباشی؟ شما که بهتر از اونی، تو ایران زندگی کردی، به مسائلم آشنا هستی، چرا تو نباشی؟ چرا فکر میکنی حتما حق ایشونه؟ اینکه خودمون رو باور نداریم، این خیلی مهمه. من خودم رو باور داشته باشم که میتونم با همین جمع که الان تو این جلسه هستم یه حرکتی انجام بدیم. وقتی این کارو بکنی، حامد اسماعیلیون یکی از اون کساست که شما هم درست فهمیدید، یا فراخوان داد، هم هم لبیک گفتیم، هم هم رفتیم. ممکنه ما این کار رو بکنیم، ایشون قبول میکنه و همه جمع میشه. اما این که میگن که حالا ایشون باید بشه در آینده رهبر سیاسی ما، مثلا رئیس جمهور بشه، کاری بشه، این همون صحبتی که الان انقلاب میگن سهمی از سفره انقلاب ما میخوایم. خامنه ای و رفسنجانی هم زمان شاه تلاش کردن، انقلابی بودن برای خودشون، درسته؟ اونها هم مبارزه کرده بودن، یه زندانی شدن، مبارزه کردن، سوابق گرفتشون. خب اومدن کردنشون رهبر، چه بدبختی سرمو آوردن؟ یعنی اگر من اینجا تلاش میکنم، این حقو به من نمیده که بعدن ادعا بکنم من تلاش کردم، من زحمت کشیدم، سالها مبارزه کردم و من باید یه حقی بشه، یه رئیس جمهوری بشم، وزیری بشم، یه چیزی سمتی به من بدید. این حقو به من نمیده. این خواسته خودم بوده، برای کشورم بوده، وظیفه‌ام بوده، انجام دادم. ولی حقو به من نمیدی، سهمی بخوام که من باید حالا پستی داشته باشم، مگر اینکه تواناییمو ثابت کنم، مگر اینکه سوادشو داشته باشم، لیاقتشو که بتونم ثابت کنم من لیاقت اینو دارم، روشمو بکنم و بتونم انتخاب بشم. ولی اینکه صرف اینکه من الان یه مبارزم، مردم بگن تو بیا من رهبر ما شو، ما نیاز به رهبر داریم، حالا رئیس جمهور بابشو، نه، این اصلا این حقو نمیده و ما تک تک ما میتونیم رهبرای خوب این کشور باشیم. ممنون از شما، مرسی. سپاسگزارم خانم رضاوند عزیز. خانم ملک اجازه میفرمایید خانم سیمینم سوالشون رو بفرمایید، بعد پاسخ بدید به سوال ها اگه امکانش هست، یا اینکه اول میخواید پاسخ؟ نه خواهش میکنم. سپاسگزارم خانم سیمین، بفرمایید، مایک در اختیار شما. خواهش میکنم، من سوال نداشتم، پس اجازه بدید من بعد از صحبت‌های ایشون صحبتمو اضافه میکنم. سپاسگزارم خانم ملک، بفرمایید، مایک در اختیار شماست. خواهش میکنم، سوالی که شما کردید سوال خیلی خوبی بوده، که پرسیده بوده که خب دانشجوها و اینها دارن اعتراض میکنن، چرا پدر و مادر نمیکنن؟ پدر و مادر هم مثل اون فرزندها مخالف این حکومت هستن و واقعا یک بخشش اینه که اینها میترسن که بیان بیرون و میترسن از انقلاب بعدی، به خاطر اینکه تجربه بدی داشتن، اومدن یک حکومتی رو سرنگون کردن و درگیر یک حکومت استبدادی اسلام سیاسی شدن که عملا همه زندگیشون رو فلج کرده و اینها میترسن. فقط یه مسئله رو اینا در نظر نمیگیرن که الان این دوره الان با اون دوره خیلی فرق میکرده. تو اون دوره از سال 1342 این ارتجاع سیاه داشته زیر پوست شهر رشد میکرده و اگر یادتون باشه تو دوره محمد رضا شاه
تمام احزاب ها ممنوع بود، غیر از رستاخیز بود و در هر چهار راهی نزدیک 124,000 به تعداد پیغمبرها تکه و مسجد و روزخونه بود و تنها کسی که میتونست اونجا تبلیغ کنه، صحبت بکنه، فقط همین آخونده بودن و این گروه های مذهبی بودن و قدرت عملا دست روحانیان بود. و ما میدیدیم که شاه میره حج میاد، شاه اگر یک مسئلهی پیش میومد و روحانیت مخالفت میکرد، این روحانیت مخالفت میکرد، به روحانیت گوش میداد. و این پدران و مادران الان روی محافظه کاری میترسن که از بد برن تو بدتر، ولی من مطمئنم که هیچ وقت از این بدتر نمیشه. این اسلام 1400 ساله که سعی کرده که فرهنگ ما و سنت ما همه رو به هم بزنه و الان دیگه آخرشه و ما هیچ وقت شرایط ایران به این بدی که الان هست نیست. و امیدواریم که خانواده ها با وجودی که حمایت میکنن از فرزندانشون، همین انقدر که میذارن که بچه ها بیان بیرون یا دانشجوها بیان بیرون و خیلی هاشون هم هستن که پشت بچه هاشون هستن و بیان، اینها هم بیان توی خیابان. و من همینطوری که گفتم بهتره که این اعتراضات خیابانی به اعتصابات های سراسری برسه تا بتونیم این حکومت اسلامی رو پایین بیاریم. و در ارتباط با صحبت شما که همونطوری که من گفتم عملا همه رهبر هستیم، الان تو این وضعیت شما هم رهبر هستید، همه رهبر هستیم، به خاطر که داریم راهنمایی میکنیم، داریم صحبت میکنیم، داریم آگاهی میدیم، داریم آگاهی کسب میکنیم، داریم رشد میکنیم. سپاس از شما بانوی عزیز. خانم سیمون بفرمایید، مایک در اختیار شماست. بله باز شد، ممنونم از شما. من یه نکته دیگه‌ای که باز به ذهنم اومد و عذرخواهی میکنم، فکر میکنم که در ادامه صحبت یکی از دوستانه که در ابتدای جلسه یکی از آقایون فرمودند که این چرا ما نگاه زنانه رو داریم به این جنبش و چرا فقط از انسان صحبت نمی کنیم. حالا علاوه بر تایید صحبت های مهمان عزیزمون، مبنی بر این که به هر حال اساس یک خانواده و مادر با آگاهی بالاتر میتونه خیلی خوب، همون جمله معروفی که مادر با یک دست بچه رو شیر میده با یک دست گهواره دنیا رو تکون میده است، زنان ما اگر که از رشد آگاهی بالاتری برخوردار باشند، قطعا ما جامعه بهتر و جامعه فرهیخته تری رو داریم. اما نکته مهمی که خیلی وقتها الان به خصوص این چند وقت اخیر داریم میشنویم، اینکه رژیم عموما سعی میکنه که تمام این اعتراضات رو به یک نوعی به غرایز حیوانی، اونم صرفا به جهت اینکه زنان ما پوشش اجباری رو نمیخوان، ربط بدن. در مورد این مسئله میخوام اینو بگم، ما یک جمله ای داریم، یک کلمه ای داریم به نام ستم مضاعف. این ستم مضاعف یعنی چی؟ یعنی اینکه همه ماها تو جامعه‌ای که الان داریم زندگی میکنیم، فشارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، این به کل جامعه ایران از طرف حکومت داره اعمال میشه، اما زنان ما فقط و فقط به دلیل زن بودنشون یک سری فشارهای مضاعف هم دارن تحمل میکنن. اینا حالا از تبعیضات حقوقی و اجتماعی و استخدامی گرفته تا انواع برخوردهای مردسالارانه‌ای که ما داریم تو جامعه میبینیم. حالا یکی از این ناهنجارترین فشارها همین حجاب اجباری هست. قرار نیست که مبارزه به این با شکوهی رو ما به نازل‌ترین سطح ابتذال برهنگی بکشونیم. اگر داریم از برداشتن حجاب حرف میزنیم، برای اینکه داریم عیناً رژیم رو نشونه میگیریم، چون پایه‌های این رژیم وقتی بر اسلامی بودن استوار هست و حجاب رو به عنوان نماد خودش میشناسه، میایم و حجاب و برداشتن این حجاب رو در نظر میگیریم. اما زنی که طی این همه سالهای متمادی زیر انواع و اقسام این فشارها بوده،
از خونه میومده بیرون مجبور بوده که پوشش مناسب داشته باشه. حالا این پوشش مناسب رو همین جامعه، همین رژیم بهش دیکته میکرده. چه تو محیط کار، چه کوچه، چه خیابون، مجبور بود حواسش به این پوششش باشه. گشت ارشادی که مثل شمشیر همیشه بالا سر این افراد حضور داشته، به محض اینکه روسری عقب میره میاد بهش اعتراض میکنه، اصلا توجه نمیکنه این فرد ممکنه استاد دانشگاه باشه، پزشک باشه، رئیس بانک باشه، فقط و فقط به واسطه حجابش میاد مورد مؤاخذه یک خانم گشت ارشادی که اصلا ممکنه حتی سوادش هم نداشته باشه، مورد در واقع بدترین ممکنه کلمات جنسی و خشونت و اینجور چیزها هم قرار بگیره. اینجاست که ما میایم میگیم ستم مضاعفی رو زنان جامعه ما دارن در واقع متحمل میشن و این ستم مضاعف هست که انگیزه بیشتر داره برای اعتراض به این حاکمیت رو نسبت به مردان جامعه ما به خانومهای ما میده. ممنون از شما. سپاسگزارم خانم سیمین عزیز. جناب آقای یگانه بفرمایید، مایک در اختیار شماست. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همکاران، ممنونم که مایکو به من دادید. من یه موضوعی بود میخواستم، حالا هم به صورت سوالی و هم به صورت حالا اینکه شاید اطلاعات من ناقص هست به خاطر اینکه سن و سال من به انقلاب و به زمان شاه نمیخوره، میخواستم هم از مهمان برنامه و هم از بقیه دوستان بپرسم. خانم ملک عزیز گفتن که حالا زمان شاه اینجوری بود که شاه حج میرفت و حرف روحانیون رو گوش میکرد و اگر اونا مثلا چیزی میگفتن حالا در حد امکان به اجرا میرسوندش. من میخواستم بگم که تا اونجا که من میدونم، خب زمانی که شاه به روی کار اومد بعد از پدرشون، خب ما یه خطر خیلی بزرگ از طرف شوروی داشتیم و از طرف دیگه هم کمونیستا توی ایران بودن و شاه، من فکر میکنم یا حالا تو اون چیزایی که شنیدم این حربش بود، چون حالا از زمان قاجار که بخوایم رد بشیم، مردم تو اون زمانها بسیار بسیار مذهبی بودن و شاه سعی میکرد که از طرف یا از طریق مذهب و روحانیون بتونه جامعه رو یا عوام رو همسو با خودش بکنه. یعنی حالا اگر که مثلا بهایی هم داده میشد به این روحانیون، به خاطر این بود که اونا تاثیرگذار بودن توی روند زندگی مردم. شما ببینید مثلا اون زمانی که آیت الله شیرازی بوده فکر میکنم درباره تامباکو یا درباره حالا فتواهای مختلف دادن، ببینید که چطور مردم حمایت کردن. من فقط همینو میخواستم بپرسم که آیا دلیل این که مثلا شاه به روحانیون بها میداد غیر از این بود، یا این که حالا درباره آقای اسماعیلیون و حرف از رهبری شد، خب الان یه حرکتی انجام شده و همه دارن میگردن دنبال رهبر و فکر میکنم که تو این جمع خیلی خوب بهش جواب داده شد. رهبر اون جوانانی هستن که الان توی کشور توی خیابونا دارن تظاهرات میکنن. ما اینقدر فرهیخته، اینقدر مهندس، اینقدر تحصیل کرده داریم که بخوان فردای انقلاب، فردای اینکه ایران بخواد از دست این آخوندا رهایی پیدا بکنه، بیان و کار بکنن. یعنی ما دیگه نیاز به سیاسیون نداریم. ما نمیخوایم با کشوری جنگ بکنیم که یک سیاستمدار نیاز داشته باشیم یا یک افسر جنگی نیاز داشته باشیم برای وزارتخونه هامون. ما فرهیختگانی میخوایم که دلشون برای ایران بتپه و بخوان جامعه ایران رو از این گرفتاری که از زمان شاه تا همین الان گرفتارش هست رو نجات بده. من فقط همین رو خواستم بگم، چون حالا هر حکومتی که تا الان به روی کار اومده ضعفایی داشته و نقطه های قوتی هم داشته، ولی خب توی تظاهراتی که توی برلین شده بود، خب ما بعد از اون هم توی لایف های مختلف شرکت کردیم، صحبت کردیم، خیلی ها بر ضد آقای اسماعیلیون بودن و گفتن که ایشون خودش رو فراجناحی میدونه ولی کتابی نوشته که برای مجاهدین هستش، که من اونجا گفتم که اصلا هنوز کتاب چاپ نشده، شما بذارین اون کتاب بیاد بیرون
بعد در موردش قضاوت کنید. یا آقای شهرام همایون همینطور برنامه ای تقریبا یک ساعت و نیم درست کردن و گفتن که ایشون مجاهد هست و ما نمیتونیم از این پیروی کنیم و داره کلاهبرداری میکنه، داره با اتفاقاتی که توی زندگیش افتاده داره پول جمع میکنه و از اینجور صحبت ها. من میخواستم فقط همینو بگم که اگر که مثلا حالا اون زمان شاه مجبور بود به روحانیون باج بده، به خاطر شوروی بود و یا شاید به خاطر کمونیستایی بود که توی ایران بودن. ممنون، من مایک آزاد میکنم. سپاسگزارم از شما. خانم سیمین بفرمایید، مایک در اختیار شماست. متشکرم از شما. اتفاقا در جواب این دوست عزیز میخوام اینو بگم که نه، شاه مجبور نبوده که این کارو بکنه و حمایت بکنه. متاسفانه جامعه ایران از دیرباز جامعه ای بوده که مشروعیت سیاسیش رو از حاکمان مذهبیش میگرفته، چه در ایران باستان چه بعد از ایران باستان ما شاهد این مسئله هستیم. تو ایران باستان زمانی که حتی در دوره‌های با شکوه ایران، وقتی ما میایم صحبت می‌کنیم از ایران باستان قدرتمند، حتی در دوره ساسانیان، پادشاهان برای تطهیر خودشون و برای مشروعیت گرفتن حکومت خودشون به آتشکده‌های بزرگشون می‌رفتن و از موبدان زرتشتیشون در واقع به عنوان فرح ایزدی این فرح رو دریافت می‌کردن و حکومتشون رو مشروعیت می‌دادن. همین جور که میایم جلو، متأسفانه تو دوره صفویه وقتی که شاه اسماعیل در واقع میاد و در واقع با مشروعیت دادن این بحث مذهب به عنوان به سیاست و به عنوان دین رسمی ایران که میاد اعلام میکنه این مسئله رو، تمام این قضایا بد و بدتر میشه. همینجور روز به روز این لایه های در هم تنیده در واقع نظام دینی و دین سالاری توی جامعه ما قطورتر میشه، تا جایی که تمام ما میرسیم تو دوره قاجار، پادشاهان خودشون رو ذل السلطان که لقب میگیره و خودش رو سایه خداوند در زمین میشناسه به عنوان ذل الله، سایه خداوند. عذرخواهی میکنم، لطفاً یه جنبندی کنید و لطفاً از موضوع خارج نشید. موضوع فراخوان لطفاً در همون حیطه باشه. صحبت ها و سوال ها ممنون میشم. خواهش میکنم. من در فقط صرفا به جهت اینکه دوستمون اینجوری گفتن که آیا این مشروعیتی به این شکل بوده، میخوام بگم که نه، در دوره رضا شاه هم اگر که داشته به این روحانیون مذهبی توجه میکرده، صرفا و صرفا به جهت همون در هم تنیدگی بوده که باید مشروعیت خودش رو در واقع یک جوری ادامه میداده و میتونسته شاید در دراز مدت به این شیوه هم نباشه. و اصلا حالا اون بحث حجاب آزاد که میاد، انقلاب سفیدی که راه میندازه و در واقع برداشتن حجاب و این مسائل، همش در واقع شاید قدم هایی بوده که به سمت یک جدایی دین از سیاست میرفته، اما عملا در رفتار ما چیزی رو خارج از این، از خود این فرد و خاندانش دیدیم. سپاسگزارم از شما. جناب آقای پرویزی در چت عنوان کردن تفکرات نیاز به رهبری برای اعتراضات، یعنی به قدرت مردم باور ندارن. خانم ملک بفرمایید، مایک در اختیار شماست. در ارتباط با صحبت این دوست عزیزمون، واقعا از چاله افتادیم، تو چاه بوده به خاطر ترس. اولا که ترس از چپ به این معنی وابسته به شوروی نیست. خب برای اون موقع اعتراضات دانشجوها خیلی قوی بوده، اعتراض میکردن فقط به خاطر اینکه اینها چیز نداشتن، آزادی سیاسی نداشتن. و آزادی سیاسی یعنی که یک کشور باید بتونه که احزاب‌های مختلف داشته باشه، که اینها اومدن حسینی ارشاد رو راه انداختن و آقای شریعتی رو راه انداختن و یک چیزی به اسم مارکسیست اسلامی درست کردن که اینها همش نفوذ اسلام بوده. بعد یه مسئله دیگه، دولت‌ها مثل کارمندهای مردم هستن، اینها استخدام مردم هستن، اینها باید وظیفه‌شونه که به مردم کمک کنن. اگر کار مثبتی کردن وظیفه شونه و ایراد سر کارهاییست که نکردن. ببخشید یه سوالی که گفتید به صورت نوشته هست توی چت هست،
سوالو بخونم، یعنی گفتن نوشته که نیاز به نیاز به رهبری برای اعتراضات، یعنی به قدرت مردم باور ندارند. به قدرت رهبری، آره دقیقا درسته، یعنی این که ما واقعا همه میتونن یک رهبر باشن. الان تو این مرحله اعتراضات گفتم که باید جدا کرد، الان مرحله اعتراضات و همینطوری که از قبلا من توضیح دادم، الان همه رهبرن، هر گروهی که میاد اعتراض میکنه، هر دانشگاهی که توی دانشگاهی یک گروهی هستن که این برنامه رو شکل میدن اعتراض میکنن، اینها همش خود به خودی نیستش، اینها همه قدرت مردمه و این مردم هستن که دور هم جمع میشن و به یک نتیجه میرسن و به این نتیجه میرسن که مثلا در اون نقطه اعتراض کنن، یا الان این سخنگویی که اومده به این صورت اعتراضشون رو نشون بدن. مردم خیلی قدرتمندتر از رهبرن. رهبر فقط میتونه که یک سری کارها رو ارگانایز کنه. البته همونطوری که دوستا گفتن، ما دیگه نمیتونیم که یک رهبر داشته باشیم، باید یک گروه باشن، یک گروهی که نماینده تمام بخش‌های مختلف ایران هستن اون رهبری رو در دست بگیرن، و این هم بعد از اینکه حکومت اسلامی به زیر کشیده شد. جناب آقای حسن‌زاده بفرمایید، مایک در اختیار شماست. درود بر همکاران گرامی، خسته نباشید میگم به خانم ملک، ممنون بابت حضورتون در این جلسه. راستش در مورد قیام مردم ایران، به ویژه بانوان عزیز که سردمدار این قیام و این انقلاب آتی هستن، من میخواستم یه موضوعی بگم در این مورد که ما فعالان حقوق بشر همیشه از این ناراحتیم و همیشه از این موارد نقض حقوق بشر ناراحت هستیم که چرا جمهوری اسلامی حق حیات، حق آزادی عقیده و بیان و انواع حقوق ذاتی و شهروندی شهروندان ایران رو نقض میکنه. یکی از مواردی که حالا اتفاقا مسئولیت نسبت به جامعه هم هست، بحث تخصص هست. یک عزیزی صحبت کرد در مورد خانم مسیح علی نژاد، آقای حامد اسماعیلیون و علی کریمی و دیگر دوستان. البته تو این جلسه رو نمیگم، این مسئله باب شده توی محافل خبری و همچنین جلسات مختلف من اینو شنیدم. راستش ما از این مینالیم که چرا دوستان ما در ایران دچار این بلا شدن و الان به جایی رسیدن که مجبورن با دست خالی جلوی گلوله وایستن تا بتونن حق خودشونو بگیرن. از اونجایی که ما توی نظام جمهوری اسلامی از ابتدای حضورش تعهد بر تخصص مقدم شد و ما یکی از لطمات اصلی و جبران ناپذیری که به منابعمون، به کشورمون خورد، همین عدم تخصص مسئولینمون بود تو هر بخشی، و رفته رفته این نظام با نفوذ روحانیت در تمام بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی، مثل الان یکی مثل آقای رئیسی مسائل اقتصادی کشور رو باید دست بگیر و پیش ببرد. ما به این نتیجه رسیدیم که کشورمون رو به این تورم سنگین میره و توی تاریخ بوده و هست که از قرنها پیش دو قشر باعث همدستی با حکومت بر ایران بودن. یک قشر بازاریان و تجار که به هر حال مسئولین کشور رو هواشون رو داشتن، و یک قشر هم روحانیون بوده. این بخش روحانیون چرا قوی شده و تمام حاکمان ایران
لزوم اون رو نمیتونستن انکار کنن و حتی به قول آقای یگانه که سوالشون بود محمد رضا پهلوی رو اسم بردن. اینا مشهوده به خاطر اینکه بستر خود جامعه جوری بوده که اعتقاد روحانیون پابرجا بشه، یه فونداسیون محکم توی کشور و ذهن مردم ایجاد کنه. اما الان توی این قیام بس اینجوری نیست و حتی جوامعی که سیاست‌های کلان رو بر عهده دارن از این ناراحتن که یک حکومت سکولار بر ایران حاکم بشه و دین و دیانت دیگه کاری در دولت و حکومت نداشته باشه و اینا از هم جدا بشه. چرا؟ چون به واسطه همین دیانت بود که سالها تونستن منافع خودشون رو حفظ کنن در ایران و خاورمیانه. و همچنین اگه یادتون باشه توی تاریخ هم هست که امپراتوری عثمانی با روم مقابله میکرد و هیچ راهی پیدا نکردن جز اینکه پشت سر امپراتوری عثمانی بیان یک مذهب شیعه یعنی صفویان رو ایجاد کنن تا بتونه اینو نابود کنه. من امیدوارم این قیام و این انقلاب پیش رو محدود نشه به مسئله حجاب بانوان، چون به قول دوستان حجاب مرحله چندم هست. حقوق اصلی و حیاتی بیشتری بانوان ما داشتن که نقض شده تو این جمهوری اسلامی. باید اول به تمام این حقوق رسیدگی بشه بعد مسئله حجابشون. خیلی ممنون که وقت به من دادین. من مایک رها میکنم. سپاسگزارم از شما جناب حسن‌زاده. خانم ایزدی بفرمایید، مایک در اختیار شماست. با سلام عرض ادب خدمت همگی. اتحادی که الان میونه همه مردم ایرانه، به خصوص دانشجوان و دختران 14-15 ساله وطنمون، همه به این فکر میکنن که هر کسی تو خونه خودش یه خواهر داره، یه مادر داره، یه دختر داره، و به خاطر همین هر جا که اسم زن یا دختر الان بلنده به خاطر اینه که هر کسی خواهری، مادری یا همسری داره و همه ما با هم یکی هستیم، چه مرد چه زن، هیچ فرقی با هم نداریم. زنان در کنار مردان قدرت خیلی زیادی دارن، این برای همه ما ثابت شده هست. و این که الان ما خودمون تو تظاهرات میبینیم که وقتی که به یه دختری یا به یه زنی تعرض میکنن، خیلی از جوانای ما با وجود که هیچ نسبتی ندارن خیلی دلیرانه، خیلی شجاعانه میان و به دادخواهی اون دختر عزیز یا اون خانم عزیز که گیر افتاده و میان اون از چنگال این از چنگالشون بیرون میارن. و این به نظر من خیلی زیباست. الان همه جوانا، هر کس که تو خیابون خودش یه رهبر، این ظلم، این دروغگویی برای همه مردم الان واضح، همه متوجه شدن که ما یه دولتی داریم که دروغگوه، پس هیچ که بهشون دیگه اعتماد نداره. الان تنها اعتمادی که ما داریم، تمام ما هممون به هم دیگه اعتماد داریم. وقتی که ما میریم تو خیابون، برادری که کنارمونه یا خواهری که کنارمونه، اینا ما خودمون به همدیگه اعتماد داریم، در کنار همدیگه است و به دادخواهی هم و به کمک هم بلند شد. به نظر من این اهمیت این اتحاد خیلی تا الان ما نداشتیم، خیلی زیباست. منم میخواستم در این بحث سهم باشم و نظرم رو بگم. خیلی ممنون که به من گوش دادید. سپاسگزارم خانم ملک، بفرمایید، مایک در اختیار شماست. مایک شما بسته است خانم ملک. تو صحبتی که کردن که گفتن که تعهد بر تخصص تقدم داره، این خود اصل اسلامه. اینها نظام اسلامی رو میخوان و خامنه ای هنوز 100% قوانین اسلام رو تو ایران اجرا نکرده.
اگه میخواست 100% قوانین اسلامی رو در ایران اجرا کنه، نصف این جمعیتی که الان زندان هستن یا خارج از کشور هستن دیگه نبودن. خب و پایه اینها، پایه های واقعا مذهب، سنت و اون مذهب 1400 سال پیشه. و بازاری های سنتی هم از همین ها حمایت میکردن. بازاری های سنتی ما مذهبی بودن و شاه هم یک آدم مذهبی بود. و میدونی که اسلام وقتی که به ایران حمله کرد، به خاطر اینکه خب اون روحانی های زردشتی خیلی فسادی کرده بودن، اینها اومدن با اینکه روی زمین نشستن و روی زمین چیز کردن و از تجمل ها دور بودن، خیلی از مردم ایران با آغوش باز از اینها به پیشوازشون رفتن. ولی خب متاسفانه الان دیگه با تا اون ریشه های عمیق سنت و فرهنگ ما تنیده است و کار بزرگ ما بعد از به پایین کشیدن جمهوری اسلامیه. و ما باید خیلی تلاش بکنیم تا این فرهنگ و سنت های پوسیده رو که مال 1400 سال پیشه از ذهن مردم بشوییم و اینها رو با دنیای مدرن و جهان مدرنیته آشنا کنیم. سپاسگزارم خانم ملک عزیز. جناب آقای شایگان بفرمایید، مایک در اختیار شماست. ممنونم و سپاسگزار که دوباره وقت به من دادید. من فکر می‌کنم که یکم داریم از بحث اصلی که موضوع جلسه اهمیت اتحاد هست داریم دور میشیم. بنابراین فکر می‌کنم که اصلا اینکه ما هی گریز بزنیم به انقلاب 57 و دوباره برگردیم به این انقلاب، یکم این قیاس کردن اشتباه از نظر من، البته ببخشید اشتباهه، برای اینکه همونطوری که خانم ملک گفتن این انقلاب که در حال وقوع هست خیلی متفاوته نسبت به اون که در سال 57 بود. اما من در مورد اهمیت اتحاد دوباره یک سوال دیگه مطرح خواهم کرد و اون همین موضوع است که خب خیلی از دوستان در مورد حجاب صحبت کردن. خب یکی از راه‌هایی که خانم‌های عزیز میتونن اعتراض خودشون رو به نحو احسن انجام بدن این است که به صورت یکسان اونایی که دلشون میخواد چادر رو روسری داشته باشن، که خب به خودشون مربوطه، ولی اونایی که نمیخوان یک جار روسریاشون رو بردارن، یعنی اون شال و اون نماد به قول معروف تهجر از روسرشون بردارن. رژیم نمیتونه فرض بفرمایید 1,000,000 خانم رو یک جا دستگیر کنه، قطعا نمیتونه. آقایون هم حمایت خواهند کرد. این اهمیت داره که اگر در سراسر حالا شهرهای ایران خانوم ها این کارو بکنن و آقایون هم داره میبینیم که حمایت برای این خانم ایزدی فرمودن که یک خانم قبلا اینطوری بود که یکی رو میخواستن بگیرن نیروهای امنیتی، همه وای میسادن عقب و حالا شعار میدادن یا اصلا نگاهشون میکردن یا هرچی، الان میرن حمایت میکنن و از زیر دست اون نیروی امنیتی میکشنش بیرون. اینا ببین اینا اهمیت اتحاد مردمه. مردم باید اینو بیشتر بدونن. ما وظیفه‌مون اینه که اینو بیشتر بهشون به قول معروف نمیدونم کلمه درستش الان خاطرم نمیاد، که جرأت اینا رو بها بدیم که آقا شما جرأت دارین، شما میتونین، این خواسته شما رو باید ما بتونیم بهش بها بدیم که اینا جرأت بیشتری پیدا کنن در اتحاد با هم دیگه، آقایون و خانوم ها فرق نمی کنه، دختران و پسران، پدران با فرزندان، همه با هم. ببینید این تا زمانی که این اتحاد شکل نگیره، فراگیر نشه، همه گیر نشه، به نظر من همچنان رژیم پابرجا خواهد ماند. ممنونم. البته من خواست سوال بپرسم ولی خب تبدیل شد به نظر مسئله بخوام ببخش. نه خواهش میکنم. نه اتفاقا صحبت خیلی خوبی کردی.
و صحبتی که کردید منو یاد اون برداشتن حجاب اجباری رضا شاه گذاشت. ببینید وقتی که صحبت به همبستگی میکنیم، اینکه زنها حق دارن اگر بخوان حجاب داشته باشن، ما مخالف حجاب اجباری هستیم یا پوشش اجباری هستیم. ما هنوز زنهایی داریم در ایران که از این حکومت ناراضی هستند و در کنار زنهای بی حجاب اعتراض میکنن ولی میخوان حجابشون رو داشته باشن. به نظر من اصلا هم اشکال نداره که اینها حجاب خودشون رو داشته باشن. این مسئله اهمیت داره، این مسئله همبستگیه. من یه عکس دیدم از یک سری دانش آموزانی که توی مدرسه با هم عکس انداخته بودن، یکی کلاه سرش بود، دو سه نفر موهاشون باز پشت آویزان بود و بینشون یه دختری بود با حجاب، با روسری. اصلا اشکال نداره و کل مسئله دید به زنه، که زن رو فقط به یک عامل تولید نسل آوردن پایین. مسئله تنها حجاب نیست، مسئله اصلی اصلا گذر کردن از این حکومت استبدادی اسلامی است. حجاب یه بخش اونه، بخش های دیگه هم داره. و به نظر من وقتی که میگن که زن حجابش رو بذاره به خاطر اینکه مرد تحریک میشه، این توهین به مرده، این ضعیف نگاه، ضعیف نگاه کردن به مرده. و مردها هم تو این جامعه به اندازه زنها از این نابرابری های جنسی و جنسیتی آزار دیدن و آزار میبینن، مخصوصا با کسهایی که LGBTQ هستن و مردهایی که گی هستن. و خیلی از اینها دست به خودکشی زدن به خاطر اینکه تحت فشار خانواده بودن یا جامعه اینو نمیپذیره، یا اگر جامعه، اگر حکومت اینها رو پیدا میکرد اعدامش رو میکرد. پس مسئله اصلی کل نظامه، نه تنها حجاب. حجاب پوشش اجباری که ما مخالفیم. هر کسی میتونه هر چی که بپوشه. مردم میتونن دلشون خواهد کلمات بزنن نزنن، دلشون میخواد فوکال بزنن، دلشون میخواد بی آسین برن و آسین برن. و همینطور زنها باید ما همدیگر رو یاد بگیریم که به عنوان انسان نگاه کنیم، نه به عنوان پوششی که در تن ماست، نه به عنوانی که ما یک منبع سیکس یا یک تولید مثل هستیم. و این دید سالیان سال کار داره تا از ذهن مردان و زنان ما پاک بشه. یعنی زنهای ما هم خیلی هستن که اعتقاد به مرد سالاری دارن، اعتقاد به پوشش زن دارن. اگر زن خودشو نپوشونه مرد رو تحریک میکنه، مرزن باید حرف مرد رو گوش بده. ما زنهای زیادی داریم که همینطوری مثل خیلی از مردهای دیگه اینطوری فکر میکنن. از یه دست هم زنها و مردهای آگاه و مردهایی داریم که واقعا به زن به عنوان انسان نگاه میکنن، همونطوری که ما به خیلی به مردان به عنوان انسان نگاه میکنیم. ما فکر نمی کنیم که وقتی که یه مردی با یه مردی صحبت می کنیم یا با یک مردی می شینیم حرف می زنیم به عنوان یک جنس مخالف حرف می زنیم. ما داریم با یه انسان حرف می زنیم. این مسئله خیلی مهمیه که باید همه ما یاد بگیریم و مردم ایران باید یاد بگیرن که به هم دیگه به عنوان انسان نگاه کنن. ببخشید من صحبتم رو تمام کنم. سپاسگزارم خانم ملک عزیز. جناب آقای یگانه بفرمایید، مایک در اختیار شماست. ممنون از اینکه مایک رو دوباره در اختیار من گذاشتین. من سعی می‌کنم کمتر از 3 دقیقه سوالمو بپرسم و اینکه مهمان برنامه لطف کنن اگر که حالا امکانش باشه که بیشتر بتونیم موضوع رو درک کنیم جواب سوال من رو بدن. اینکه ما حالا اگر بخوایم به این اعتراضاتی که الان داره به انقلاب نزدیک میشه و شبیه میشه نگاه کنیم، خب من یه چکیده کوچکی از حالا دوران سربازیم بگم، با بلوچا هم خدمت بودم
که خیلی هاشون وقتی ازشون میپرسیدیم چه کار هستیم، مثلا یا سوختبر میگفتن هستن، یا حالا متاسفانه به دلیل شرایطی که جمهوری اسلامی انجام داده بود براشون قاچاق میکردن اینا. میگفتیم بهشون شما چرا میایید خدمت سربازی؟ میگفت فقط به خاطری که ما بتونیم یه شناسنامه ایرانی داشته باشیم که خودمون رو ایرانی جا بزنیم. من سوالم اینه، متاسفانه الان شما اگر نگاه کنید اون اعتراضات و اون انقلابی که داره شکل میگیره بیشتر توی شهرهای بزرگ هست، تهران، شیراز، اصفهان، قم، اندکی توی زاهدان، ولی خب مثلا شهرهایی مثل ترکمن صحرا، مثل کرمان، مثل حالا بقیه شهرهایی که خیلی کوچیک هستن و متاسفانه حالا با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی پیش آورده و مردم خودشون رو اصلا جزو شهروندان ایرانی نمیدونن، اصلا این حق رو برای خودشون قائل نمیشن یا نمیدونن که میتونن به عنوان یک شهروند حقشون رو جار بزنن، میتونن هم صدا بشن با این انقلاب. چه کار میشه کرد که ما به اون کردی که کولبر هست و تمام هم مقامش اینه که نان شبش رو فراهم کنه، به اون بلوچی که سوختبر هست، به اون ترکمنی که در گوشه از ایران افتاده و اصلا خودش رو متاسفانه میگم به خاطر حالا شرایطی که ایجاد شده یک شهروند درجه یک فرض نمی کنه، چطور میتونیم این حس رو بهشون بدیم که شما هم در این انقلاب شریکین، شما هم حق دارین که به عنوان یک ایرانی همون جور که در تهران یک شهروند از حقوق و مزایای یک شهروند میتونه برخوردار باشه، شما هم میتونید برخوردار باشید. چطور میشه که این صدا رو با هم هم صدا کرد؟ چطور میشه که این حس شهروندی و این حس مسئولیت پذیری رو به کسانی که شاید یک قدم دورتر ایستادن داد که بشه حالا مثل زمان انقلاب 57 همه رو با هم هم صدا کرد؟ ممنونم، من مایک آزاد میکنم. خواهش میکنم. من قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم، شما تو صحبتاتون نمیدونم شما یا کس دیگه صحبت از قیام کردید. میدونید که الان ما فقط جنبش انقلابیه، ما هنوز به قیام نرسیدیم. قیام همونی بود که تو سال 57 و 22 بهمن انجام شد که همه با هم بلند شدن. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم. ببینید، من تو دوره شاه وقتی که برادرم مهندسیشو گرفت اومد گفت من میخوام برم طرف بعد از جریان انقلاب، اومد ایران و گفت میخوام برم طرفای همون کردستان و یا طرفای بندرعباس و اینا، قسمتش رو دقیقا جاشو نمیدونم. رفت اونجا، ببینیم بعد از دو سال بخشایی تو ایران بودن که اصلا نمیدونستن شاه رفته، بخشهایی اون موقع تو زمان شاه رو دارم میگم، تو زمان شاه بخش هایی از همین توی قسمت بلوچستان و این شهراب و دهات مرزی جاهایی بودن که هنوز توالت و اینا نداشتن، میرفتن تو صحرا زمین میکندن. هنوز جاهایی توی ایران اون موقع بود که شب اول عروسی دختر مار خان بود. اینها چیزهاییست که واقعیتهاییست که من برادرم رفته بود اونجا دیده بود، داستان و اینها نیست. من اتفاقا 3-4 روز پیش که به صورت اتفاقی واتساپ با ایران وز شد، به من میدونین چی گفت؟ گفتش که الان اون آدمهایی که اون موقع بعد از 2 سال نمیدونستن که شاه رفته، اونها دارن اعتراض میکنن که ما این حکومت رو نمیخوایم، به خاطر اینکه صدماتش وقت به مردم تهران و تبریز و شهرهای بزرگ نرسیده. این صدمات این حکومت اسلامی به این شهرهای کوچک مرزی یا حتی کردستان و بلوچستان و اینها خیلی بیشتر رسیده و ما داریم بچه هایی که دارن اونجا کار میکنن
کمپین توقف قتل‌های ناموسی اونجا خیلی فعاله. ما کسایی رو داریم که توی همین اخیراً در دو سه سال گذشته کلاس خیاطی باز کردن و با خانواده ها صحبت کردن که خانواده ها شما ها دختراتون رو، البته ختمه صحبت غلطیه، ناقص سازی زنانه، این کار رو نکنی به این دلیل به این دلیل بده. و اینها دیگه این مسئله رو دون شهرستان کوچک این مسئله رو پذیرفتن. الان اهمیت این انقلاب زنانه همبستگیش همینه، چون زنها صدای زنهای بلوچ هم هستن، صدای زنهای کرد هم هستن، صدای زنهای کسانی که خودشون رو عرب یا عرب زبان میدونن هستن. و من فکر نمی کنم که این فقط مربوط به شهرهای بزرگ باشه، فکر میکنم که حاشیه نشین ها هم تو این اعتراض با ما هستن. این همبستگی بین همه ما وجود اومده ولی کافی نیست، باید بیشتر تلاش کنیم. همینطوری که گفتم شماها، همه شما به عنوان رهبر باید بیشتر تلاش کنیم، آگاهی برسونیم، صحبت کنیم. امیدوارم تونسته باشم یه مقدار بخشی از سوال شما رو جواب داده باشم. سپاسگزارم خانم ملک عزیز. خانم رضاوند بفرمایید، مایک در اختیار شماست. خیلی ممنون، خسته نباشید، میگم خدمتتون. دوستی پرسیده بودن که راهکار برای اتحاد بیشتر چیه. من فقط میخوام یه مسئله رو مطرح کنم. چقدر دوستان میگفتن این انقلاب باید تموم بشه دیگه، الان دیگه نه، یا همین ماه دیگه تموم میشه. من میخوام بگم که نیاز به زمان داریم، چون مردم، خانم ملکم فرمودن، نیاز به زمان داریم برای اینکه داریم تازه یاد میگیریم، تازه اون ترس رو میذاریم کنار، تازه متوجه میشیم به قدرتمون ایمان پیدا میکنیم. اتحاد چطوری به وجود میاد؟ آقای شایگان فرمودن چرا پدر مادرها جلو نمیان. از اول حتی یه قدم کوچیک هم جرأت کسی نداشته بیاد جلو. اولین قدمش این بود که وقتی دختری رو میگیرن ارشاد، مردم حمله کردن و جلوشو میگیرن، به جای اینکه فیلم بگیرن، دوربینشون رو بگیرن. البته اونم بد نیست که افشاگری میشه، ولی اینکه همه این کار رو بکنن و کسی نرفت اونو نجات بده، میرفت. اما الان همه میرن حمله با این یه نوع اتحاده. وقتی دانشگاه سلفشو میبندن، پسرها و دخترها همکاری میکنن و میرن بیرون با هم غذا میخورند، اون خودش یه نوع اتحاده. اینا هی تمرین میشه، بعد بزرگتر میشه، از یه چیز کوچیک می بزرگتر میشه. وقتی که یه فراخوان میشه، ناگهان همه شهرها با هم میان، بعد میگه کردستان، میگه چرا تبریز بلند نشده، ما الان بلند شدیم. اون میگه زاهدان الان شده، پس ما هم میره برای زاهدان بلند میشیم، زاهدان برای کردستان شعار میده. این اتحاده. بعد این اتحاد کوچیک کوچیک یواش یواش این ترسو میذاره کنار. قدرت ما، قدرت به اعتقاد و باور اینکه به قدرت خودمون داشته باشیم و بیشتر میکنه و هی بزرگتر میکنه و باعث میشه اون اتحاد ما، چسبندگی ما به هم بیشتر باشه. از اون برم شکاف دولت بیشتر میشه، مثل یه سد، دریا آب ما بیشتر و این سد اونها بیشتر ترک میخوره و این رو میشکنه، ولی نیاز به زمان داره. بنابراین الان تو کاری شده که وقتی بچه مدرسه های کوچیک از حالا یاد گرفتن با هم دیگه این کارو کنن و جواب اینها بدن، خودش یه اتحاده. حالا پدر مادرهای ما نسل های گذشته را از این نسل جدید یاد میگیرن. اینکه سعی کنیم زمان بدیم، مطمئن باشید این اتفاق میفته، این اتفاق میفته و زمان بدیم و همدیگر هم ترسو خطاب نکنیم و هم انتقاد نکنیم، ولی هی بخوایم بپیوندید، به جای اینکه بیایم بگیم من میبینم توی اینستا یا جای دیگه میبینم میخونم بعد توهین میکنن، اهانت میکنن، این پدر مادرهای فلان، این فلان. نه، بیاییم بگیم بپیوندید، به شجاعت بچه هاتون ایمان داشته باشید، یواش یواش مدرسه ها رو تعطیل کنید، معلم ها، مطمئن باشید این کار اتفاق میفته. من باور نداشتم پتروشیمی یه بار اعتصاب بکنه، فکر نمی کردم کارگرای ما انقدر شجاعت داشته باشن، ولی میبینید شد. مطمئن باشید اون کارمندا هم این کارو میکنن. زمان نیاز داره و ما این کاری که ما الان اینجا داریم میکنیم کمک بزرگیه. این فراخوان ها، این برنامه ها زیاده و بهتون قول میدم در دو ماه آینده تمام اینها میان جلو. ممنونم.
دقیقا تواضع قوا به نفع معترضان تغییر کرده و الان معترضان در قدرت بیشتری قرار دارن. بفرمایید خانم کرمی، مایک در اختیار شماست. در ادامه صحبت دوستمون که گفتن ما راهکار میخواییم برای اتحاد، من میخواستم بگم که اول از همه اتحاد خیلی مهمه، مخصوصا وقتی ما فراخوانه میبینیم که همه مردم میان شرکت میکنن. این دلیلش چیه؟ چون یه نفر رو به عنوان رهبر، یه نفر رو که اعتماد داشتن بهش مردم به عنوان رهبر قبول کردن، یکی مثل حامد اسماعیلیون، و وقتی فراخوان داد همه لبیک گفتن. پس اینجا ما میبینیم نقش فضای مجازی در بالا رفتن سرعت این اتحاد فوق العاده مهم بوده. ما نمیتونیم بگیم نه صرف من صرف تو، هر کدوم ما میتونیم یه رهبر باشیم. درسته، این کاملا درسته، ولی ما نیاز به یه نفر داریم که همه مردم بهش اعتماد داشته باشن و این ایجاد اتحاد رو انجام بده. وقتی اتحاد به وجود بیاد، وقتی یه نفر یا چند نفر، حالا رهبران انقلابی که همه مردم بهش اعتماد دارن و وقتی یه فراخوان میده همه با هم اون فراخوان رو لبیک میگن و بیرون میان، وقتی همچی چیزی وجود داشته باشه این اتحاد به وجود میاد و اون سرنگونی جمهوری اسلامی که ما خواستارش هستیم قطعا در پی خواهد داشت. به نظر من این اتحاده یکی از عواملش و سرعت بالایی که میتونه داشته باشه فضای مجازی، دوم رهبرای خوب انقلابیه که مردم بهشون اعتماد داشته باشن، و سوم ترسیه که کم کم داره از مردم توی مردم از بین میره. ما قبلا هیچ کس حتی جلو کنسولگری یا هیچ جا نمیرفت، میگفت ما میخوایم این کارو کنیم، میترسیم. الان ترس همه ریخته توی این تظاهراتی که ما رفتیم تو برلین، هیچ کس دیگه ماسک نداشت، هیچ کس دیگه از چیزی نمیترسید، همه فریاد میزدن، همه حقشون رو میگفتن، شعارشون رو میدادن. دیگه این ترس رفته، چون احساس میکنن چیزی مهمتر از آزادی برای از دست دادن ندارن. الان که میبینیم قشر جوان هستن توی جمهوری اسلامی، برای جمهوری اسلامی دارن شعار میدن، چون چیزی بجز آزادیشون برای از دست دادن نمیبینین. اگر میبینین که مادر پدران نمیان چون بچه هاشون برای از دست دادن دارن، اینا هم کم کم وقتی که زمان بگذره قطعا همه بیرون میان. ممنون که مایک در اختیارم گذاشتیم. سپاسگزارم. جناب آقای حسن‌زاده بفرمایید، مایک در اختیار شماست. یکی از آفتهای اتحاد برای این که ما بتونیم این خیزش مردم، این جنبش مردم رو به انقلاب تبدیل کنیم و به گفته خانم ملک به قیام تبدیلش کنیم و یک یوم الله به قول خمینی برسه و کار جمهوری اسلامی رو یک سره بکنه، این مسئله اینجا ببخشید، این مسئله اینجاست که ما بگیم پدر مادرها داخل ایران از یه سری به هر حال شرایط میترسن، یا به قول دوستان از بچه هاشون نگران بچه هاشونن و اینا. اما یه موضوعی که مشخص هست اینه که مایی که خارجی نشین هستیم نقشمون توی این اتحاد، توی این بزرگ جلوه دادن چیه؟ آقای حامد اسماعیلیون یکی از کسانی بود که زن و فرزندش رو از دست داد. به نظر شما حامد اسماعیلیون چه چیزی دیگه برای از دست دادن داره؟ جان خودش، شغلش، به نظرتون چه چیزی مهم براش؟ من به عنوان فعال حقوق بشر که این اسم گرانبها رو دارم یدک میکشم و این خیلی مهم، من اومدم خیلی مقاله نوشتم براش، سخنرانی کردم، آی داد بیداد که 176 نفر رو توی هواپیما کشتن، آخ سپاه کشت، آخ گزارش دادم، نقض دادم. اما زمانی که حامد اسماعیلیون خارج از کشور به من احتیاج داشت، به دلیل اینکه پرچم شیر خورشید، پرچم مجاهد، پرچم دموکرات کردستان توی این جمع هست، نمیرم توی این جمع. این یا آگاهانه در راستای جمهوری اسلامی ایران حرکت کردنه، یا یک ناآگاهی و یک خرد پایینه. وقتی که
کسی اینجوری عزیزش رو از دست داده و من نمیتونم درک کنم، مطمئنا نباید انتظار داشته باشم که رسانه‌های خارجی، دولت آلمان که بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اروپا است، تحت فشار قرار بگیره. خوشا به غیرت اونهایی که آمدن توی 22 اکتبر در برلین و نشون دادن که اتحاد ایرانی به چه شکله، که گزارش آلمانی پلیس رو من تو دو سه تا رسانه میخوندم، کوچکترین درگیری و اصطلاح آلمانی اشتوروم یا ایجاد مزاحمت برای پلیس و اهالی برلین نشد. 120,000 نفر، 130,000 نفر کم انسان نیستن اونجا، کم جمعیتی نیست. همین جمعیت 100,000 نفری، 100,000 نفری و دولت جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری یه سری مراسم ورزشی و این چیزا توی شهرهای مختلف ایران میترسه. الان خیلی وقت مثلا لیگ فوتبال ایران بدون تماشاگره، فقط به خاطر که از جمعیت، از تجمع بیش از چند نفر میترسه، هراس داره. به این نکته رسیده. ولی منی که خارجی نشینم هنوز دارم میگم که من فعال حقوق بشرم و باید راهم از تجمع سیاسی جدا باشه. این عدم اتحاد به نظر من بزرگترین ناآگاهیه و همراهی با جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم دوستان درک کنن من به کسی که بیماره نتونسته تو این تجمع شرکت کنه یا به هر شکلی موجه بوده نرفتنش، من به اونا ایراد نمیگیرم، به کسانی که آگاهانه نرفتن ایراد میگیرم. اون کسانی که سنگ مردم ایران و خون ریخته شده بچه های کوچیک ایران رو الان دارن به سینه میزنن. متشکرم. سپاسگزارم جناب آقای اسماعیل‌زاده. خانم سیمین صحبتتون رو بفرمایید و اگر بقیه دوستان اجازه بفرمان، چون کم کم تایم جلسه داره تمام میشه، در آخرم از خانم پروین ملک میخوام که یه جمع‌بندی کلی بکنن اگر زحمتی نیست. بعد از صحبت‌های خانم سیمین ممنون میشم. خانم سیمین بفرمایید، مایک در اختیار شماست. متشکرم از شما. من یه چیزی که در مورد بحث جوان‌ها و پدر و مادرها میخوام بگم اینه که انسان معذرت میخوام، انسان وقتی جوونه صاحب شور و انگیزه است، هیجان، طرفدار تغییر و تحول، اهل ریسک، حتی اگه یه آینده مبهمی داشته باشه. اما خب هرچی سن بالاتر میره تو زندگی افراد به یه ثبات نسبی میرسن، خواهان حفظ موقعیت موجود و دستاوردهای خودشون هستن، حتی در مقابل تغییر هم گاهن مقاومت میکنن. همین مسئله رو ما تو انقلابهای غرب داشتیم، الانم داریم، با توجه به اینکه در حال حاضر جامعه ما جامعه ای هست که اکثریتش رو افراد مسن تشکیل میدن. جامعه جوان ما داخل ایران نداریم و خب خود همین یکی از دلایلی هست که اهمیت فضای مجازی و حمایت‌های بین‌المللی رو به نظر من پررنگ‌تر می‌کنه. در مورد مثال خیلی خیلی سادهش، خود همین حامد اسماعیلیون یک تنه عکس زن و بچهش رو گرفت، توی تک تک خیابون‌های دنیا گشت، یک تنه رفت شعار داد، یک تنه مبارزه کرد. بعد از 1,000 روز این همه جمعیت به صداش اکثرا لبیک گفتن، رفتن و شرکت کردن. هر اتفاقی، هر انقلابی تدریجی اتفاق خواهد افتاد که اگر غیر از این باشه کودتا یا اسمای دیگر میشه روش گذاشت. ممنون از شما. سپاسگزارم خانم سیمین. خانم ملک بفرمایید، لطفا یک جمع‌بندی کلی بکنید. ممنون میشم از محبت شما. بکنم. تشکر میکنم اولا که منو اینجا دعوت کردید و صحبت‌های خیلی خوبی بود. خیلی از شماها من یاد گرفتم و با نظرات شما آشنا شدم و همینطوری که گفتم ما کار اصلیمون بعدها انجام میشه. ما یاد نگرفتیم که صدای مخالف رو تحمل کنیم. ما باید یاد بگیریم که صدای مخالف رو تحمل کنیم. قرار نیست که همه مثل ما فکر کنن. هر کسی میتونه که فکر خودش، دید خودش و نظر خودش رو داشته باشه و این عملا یعنی اهمیت همبستگی. اهمیت همبستگی یعنی که ما با هم بتونیم کار کنیم برای یک هدف مشخص، حتی اگر اینکه با هم دیگه اختلاف داشته باشیم.
اختلاف نظری داشته باشیم. خب من اصلا با اون پرچم شیر و خورشید موافق نیستم به دو دلیل. یک دلیل اولش اینه که خب این داریم میگیم یه انقلاب زنانه است ولی وسطش یک شیر بزرگ نره. مسئله دومش اون خنجری تو دور ناصرالدین شاه مجبورش کردن روحانیون که اون شمشیر خنجر علی رو دادن دستش. میدونی شمشیر ایرانیا توی تاریخ ببینید صاف به خم نیست، اون خنجر گردن زدنه. و بعد این انقلاب زنانه که باعث همبستگی همه شده دور پرهیز از خشونته. اصلا معنی نداره که تو دست یک شیر یک خنجر باشه. اینها این یعنی خنجر یعنی خشونت. همبستگی ما باید پرهیز از خشونت باشه. کسایی هستن که با ما مخالفن ولی ما باید بتونیم که تحملشون کنیم. حتی اونهایی که نیومدن امیدوار باشیم که با صحبت کردن بحث کردن بتونیم که اینها رو به این راه بیاریم. و میدونید که آدم ها در عمر تو طول زندگی تغییر میکنن. الان میگن بیسوادی یعنی زمانی است که شما از دو سال پیش تا حالا فرق نکرده باشید. زمانی که اگر اون چیزی که دو سال سه سال پیش میگفتی هنوز هم همونو داری میگی یعنی بیسواده، یعنی این دو سال گذشته و تو تغییر نکردی. و ما باید هر روز تغییر کنیم، هر روز یاد بگیریم و ما داریم به جلو میریم و هیچ وقت هم بدتر از اینی که دیروز بودیم نمیشیم. و خیلی ممنون، ببخشید که من زیاد حرف زدم و عملا 4 دقیقه هم از جلسه گذشته. مرسی که منو دعوت کردین و صدای منو شنیدین و با من بودین. تشکر میکنم از همه شما عزیزان. سپاسگزارم خانم ملک عزیز به خاطر حضورتون. بی‌نهایت ممنون هستیم و از تک تک دوستان عزیز ممنونم که تا آخر جلسه با ما بودن. امیدوارم روزی بشه که همگی دور هم جمع بشیم و تبریک بشیم.